بینندگان عزیز با سلام به شما، اجازه بدید چون یک مهمان مخصوصی امروز دعوت کردم و ایشون هم لطف کردن موقع نهارشون رو از به اصطلاح آفیس سر کار به من و شما دادن. The person whom you're trying to reach is currently unavailable. Please leave a message after the beep. سلام، سوربی هستم از تلویزیون مردم، منتظر شما هستم، لطف کنید شما با من تماس بگیرید. در صورت بعضی وقتا میبینم که این اینترنتشون زرده و این دوستمون گفت چون سر کار هستم فقط با به اصطلاح قسمت صدای اسکایپ گفتیم باشه و عکس ایشون رو قرار شد از اینجا نشون بدیم که متاسفانه حالا تلفنشون کار نمیکنه. بعضی وقتا این دوستان میخوان با تلفن‌های دستی و اینها توی اداره کار کنن، ادارات هم بعضی هاشون تلفن‌ها رو جمع میکنن، نه جمع ایرانی که یعنی جمع میکنن میرزن توی سبدی یا چیزی، و جمع میکنن یعنی پارازیتایی میفرسن. فکر نکنید فقط آخوندا پارازیت میفرسن، اصلا آخوندا که پارازیت درست نکردن، اینا درست کردن فروختن با آخوندا. در هر صورت اینم از این، اتفاقا میبینم ایشون تصویرم داره. من اگه بخواین با عکس فقط به اصطلاح میریم، اگه نه میخواین با تصویر. آقای نژاد سپاسگزار میشم جناب پارسا. اگر بله قطع شد متاسفم، بذارید باز دوباره زنگ بزنم. بعد ایشون ویدیو رو قسمت ویدیو رو خاموش میکرد. بله هستید شما الان؟ الو الو شما. بله دوستان درود عزیز، جناب ممنونم عزیزم. دوستان عزیز، قبلا هم آقای شاهین نژاد مهمان برنامه ما بودن و من از ایشون خیلی ممنون هستم، به خاطر اینکه با وجودی که میدونن من در بعضی از قسمت ها با ایشون اختلاف دارم، ولی لطف کردن مهمان ما بودن. من سال 2018 رو به ایشون تبریک میگم. متاسفانه شروع سال خوب نبود و روزهای بدی رو در ایران داشتیم. من در همین رابطه میخوام با آقای نژاد صحبت کنم و ببینم که نظر ایشون در رابطه با این تظاهرات چی بود و اون که میگن خود آخوندا اون قسمت تندروشون یا اصولگراها این رو راه انداختن و مردم با زرنگی خاصی ازش استفاده کردن. متاسفانه خارج نشینا سوء استفاده میخواستن بکنن و خرابش کردن. این نظر من هست و نظر خیلی های دیگه. ببینیم آقای نژاد نظرشون چیه. آقای نژاد شما چی فکر میکنی؟ میدونم که گفتید از به اصطلاح وقت نهارتون با ما خواهید بود، از این بابت از شما ممنونم. من میکروفون رو در اختیار شما میذارم و این شما، این بینندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. درود بر همیانان ارجمند که شنونده و بیننده هستن. سال 2018 بر شما همیانان هم فرخنده باد. در پیوند با خیزش اخیر در ایران یه دو سه نکته به نظر میرسه که فکر میکنم که گفتنش، چون تقریبا میشه باید گفت مستنده و شواهد خیلی زیادی هم دربارش هست، خیلی ادعا نیست بلکه یک حقیقت. نخست این که برخلاف آن چیزی که در جریان جنبش سبز رخ داد سال 1388، این حرکت بسیار خودجوش بود و پیامد دعواهای داخل رژیم بر سر قدرت نبود و به همین دلیل هم خیلی سریع از همون ساعت اول به خارج از کل حکومت در حقیقت رفت و شعارهای کاملا به قول اینها ساختار شکنانه بود. آقای نژاد ببخشید، آیا سال 88 هم من و شما نمیگفتیم این حرکت خودجوش مردم؟ ضمناً این که این حرکت امسال چند روز پیش از مشهد شروع شده که دیگه هیچ حرفی نداره. الان در همین ادامه میخواستم این صحبت رو توضیح بدم جناب سوربی. نخست این که جریان 88 جنبش سبز دست کم من، چون خوشبختانه اون چیزی که گفتم و نوشتم هست هم روی شبکه‌های اجتماعی هم روی یوتیوب، من مانند خیلی از همیهنان جوگیر نشدم. اصلا اون آغاز گفتم که جنبشی که بخواد با شعار یا حسین میر حسین و الله اکبر جلو بره، مشخص سرش و انتهاش به کجا خواهد رسید. در نتیجه اون جنبش مشخص بود، صحبت اصلا با رأی منکو بود.
در ضمن من و شما آقای سربی و هممیهنان نمیتونیم خودمون رو به سادگی بزنیم. شما وقتی میبینی در یه روز مثلا چیزی دوباره 15,000 تا مانتو رو پوش سبز یک دست زنونه در خیابان پهلوی تقسیم میشه، خب این مشخص قبلا سفارش داده شده بوده، رنگ مشخص اینا تولید شده، آوردن پخش کردن، یعنی برنامه هماهنگی تو این جریانه که در هنگام تبلیغات میرحسین موسوی این حالت سبزبازی را بیفته. از سوی دیگر من و شما میدونیم که اراده بسیار بزرگی نزد محافل زر و زور در غرب همیشه بود تو این سالها که از جناح به اصطلاح اصلاح طلب حکومت پشتیبانی کنن جلوی به اصطلاح جناح محافظه کارش، و تمام تریبون ها در جریان جنبش سبز در اختیار اینا قرار گرفتن. آدم هایی که دو روز پیشینه سیاسی معقول نداشتن مثل محسن مخملباف، مثل آقای دباشی، نمیدونم مثل اکبر گنجی، اینا کسایی که خودشون کاملا مشخصا با سیستم بودن شدن اتاق فکر جنبش سبز، و دیدید هر جا کسی پرچم شیر خورشید بالا برد حتی در خارج از کشور فوشش دادن این سبزی هایی که رفع از زیر زمین در آمده بودن. اون جریان وابسته بود به محافلی مانند اینستیتو فور اوپن سوسایتیز که میخواستن انقلاب های رنگی را بندازن، بعد از انقلاب صورتی و نارنجی در گردستان و اوکراین و بعد هم جریانات مقدونی و اینها به دنبال این بودن که یه انقلاب رنگی هم در ایران رقم بخوره. این به این معنا نیست که هزاران هزار همیهن من و شما که به خیابان اومدن تحت تاثیر خارجی ها این کار کردن، نه، مردم ناراضی بودن اومدن، خیلی هم بینشون کلن ضد نظام بودن، ولی اینکه سر جریان به کجا وصل بود، خب طبیعتا جریان به این صورت بود که میخواستن یک جناح حکومت جلوی جناح دیگر پیروز بشه. این برنامه بود که ریخته بودن که خب موفق نشد. این دفعه به طور مشخص از آستانه بود ظاهرن یک بسیار کم ایشان بوده 30 نفر خارج میشن، شاید اصلا از خادمان حرم بودن، اینها میان بهشون گفته بودن مرگ بر روحانی شعار بدن، و حدسشون این بود که خب اگه 30 نفر جمع شدن میگن مرگ بر روحانی، چون مردم ناراضی ان و فشار روی مردم به ویژه ناکارآمدی این دولت هم خیلی آشکاره، یه 200-300 نفر جمع میشن اینجا شعار میدن، فردا توی شهر دیگه 100 تا دیگه شعار دیگری میدن و میگوین که خب این دولت تو این سالها خراب کرده و یه تصفیه حسابی میان جناح حکومت صورت میگیره، چون اگه خاطرتون باشه مدتی بود مرتب دزدیای همدیگر لو میدادند، ولی خب حسابشون خیلی اشتباه بود. اگر آقای علم‌الهدی و رئیسی 30 نفر بیرون فرستادن، برای اینکه به 2-3 ساعت نکشیده بود شاید حدود 30,000 نفر در مشهد شعار میدادن، و این من شاهدان عینی دارم خدمتتون میگم، چون من خودم مال مشهدم، بنابراین از آشنایان و دوستان و همکلاسیان سابق زیاد اونجا هستن که گزارش دقیق به من بدن، و موقعی که جمعیت میرسه در مسجد شعار اصلا شعارها بسیار رادیکال میشه که صداش هم شنیدید، رضا شاه روحت شاد و بقیه این جریانات. حالا اتفاقی که این وسط میفته، چون نارضایتی عمومی بسیار بالاست و واقعا مردم کار به استخونشون رسیده، این جریان مثل جرقه ایست که یه دفعه شعله میگیره و خرمنهای زیادی رو شروع میکنه به در حقیقت آتش افکندن درش، و بالای 80 تا شهر کشور ظرف حدود 8 روز 9 روز در تظاهرات بسیار تندی علیه حکومت شرکت کرد. دو تا تفاوت بزرگ این بود که کاملا تظاهرات شعارها و شکل و شمایلش ضد حکومت در کلیت نظام جمهوری اسلامی بود، و دوم این که طبقه آسیب پذیر اقتصادی بیش از طبقه متوسط در صحنه بودند. این همین طبقه که جدیدن بهشون میگن فروده است؟ بله، فروده است یا طبقات کم درآمد، این منظور البته طبیعتاً اقتصادی است، و اگر نه شجاعتی که اینا دارن هیچ وقت طبقه متوسط نداره، و خیلی هم نشانه جالبی بود. شما تصور خیلی از همیهنان این بوده که خب تهران و مثلا دوستا شهر بزرگ مثل مشهد و اصفهان و تبریز و شیراز اینا ممکنه گاهی تظاهراتی بشه، چون طبقه متوسط مثلا ممکنه دغدغه حقوق بشر داشته باشه یا آزادی یا جنبش دانشجویی که اینا عملا همشون تعطیلن، ولی هیچ کی فکر نمیکرد تو شهری که مثل دهلوران، مثل قطبیجان، مثل
خمینی شهر که همون همایون شهره، مثل کاشمر که اینا کلن 4 تا خیابون بیشتر نیستن، مردم اینگونه بریزن بیرون. یعنی واقعا اینکه یک ترس ندارن، دومی که اصلا مطلب مثلا مطلب آزادی و حقوق بشر نیست، مطلب خیلی مهمتر از اونه. مطلب دزدیدن نان از سفره مردم توسط حکومت بوده که 39 سال انجام شده، ولی سالهای اخیر دیگه واقعا شورش رو در آوردن و کاری کردن که خیلی چیزی برای از دست دادن نداره. آقای نجات ببخشید، شما یک جمله رو گفتید خیلی ها فکرش رو نمی‌کردن. سوال من از شما و دیگر دوستانی که چون شما توی چند تا سازمان سیاسی اسمتون آمد جلو و اون اعتبار و سوادی که دارید، من فکر میکنم متاسفانه از شما سوء استفاده کردم، به همین دلیلم شاید شما ول کردید اون سازمان ها رو، حالا اگه دوست داشتید اسم ببرید، دوست نداشتید اسم ببرید. ولی سوال من از شما اینه، میدونم شما برنامه‌ای رو میذارید، شاهنامه رو میخونید، نوشته های ایرانی رو خیلی دوست دارید، ولی چرا هیچ کس از شما دوستان انتظار همچین حرکاتی رو ندارن یا برنامه ای ندارن؟ ما مثلا میبینیم که زمان استالین، وقتی استالین میاد صحبت کنه، مردم با شعار زنده باد استالین پدرش رو در میارن که نمیذارن صحبت کنه. چاشکوفسکی بود، مثل که وقتی که تظاهرات مردم شد، بعد دعوت کرد طرفدارانش رو، ولی مردم با زرنگی خاصی اومدن و اونجا انقدر سر و صدا دادن که باز به هم ریخت. متاسفانه شما اگه نگاه کنید، اینجا فقط یه عده سودجو نشسته بودن، ببخشید تلویزیونی که تعطیل کرده، میگه من مریضم، پول ندارم، دیگه نمیتونم، دیگه کشش ندارم، تا یه همچین برنامه میاد جلو، فکر میکنه اونجا جنگی شده و این آقا یا خانم نرفته جنگ، تقاضای غنیمت میکنه. سوال من اینه، آیا به جای این مثلا نمیدونم رنسانس، به جای شاهنامه، به جای شکسپیر خوندن، یه برنامه سیاسی افرادی که مثل شما به اصطلاح وارد هستن تو سیستم آمریکا، میدونن اینجا سیاست حرف اول رو میزنه، چرا نمیرن این گراس روت اورگانایزیشن ها، کامیونیتی ها، اینا رو درست کنن؟ من میتونم اسم بنویسم، مثلا 30 تا شورای ملی داریم، یکیش مقاومته، یکیش پادشاهیه، یکیش سربازیه، چرا اینا نتونستن 4 نفر یا خود شما به ما بگید چرا عضو سازمانی نیستید که به من امروز بگید سوربی، من بعد از این همه مطالعه به این سازمان رفتم؟ آقای مینویی شما رو خیلی دوست داره، یعنی اصلا باور نمی کنید توی برنامه هایی که اینجا داشتن، توی جاهای دیگه چقدر تبلیغ سیدی های شما رو کردن، چقدر تعریف شما رو کردن. چرا یه جایی نیست که آقای مینویی بیاد بگید خب من زحمت انتخاب رو آقای نژاد برای من کشیده، من دنبال ایشون میرم؟ قرار نیست که ما فقط مثل مذهب دنبال کشیش بریم یا دنبال آخوند بریم، از لحاظ سیاسی هم دنبال یه رهبری باید بریم. چرا فقدان رهبری بوده و هست؟ پرسش اساسی است آقای سوربی، چون خیلی صمیمانه پرسش رو ترک کردی، بنده هم پاسخ خیلی صمیمانه خدمتتون بدم. ببینید، ما پیش بینی می‌کردیم که آنچه که داریم، اون بذری که داریم میپاشیم نتیجه بده، ولی توجه بفرمایید بذری که ما ریختیم با بذری که گروه‌های سیاسی تو این سال‌ها می‌ریختن متفاوت بود، خیلی هم آشکار و مشخصه. ما از روز نخست، من موقعی که از شورای ملی جدا شدم، موقعی که جدا می شدم گفتم که من به روشی که شما پیش گرفتید اعتقادی ندارم. دلیلش این است که شما دارید آدرس رو اشتباه میرید. این که آقا به خاطر حقوق بشر مردم بیاین اعتصاب بکنید، یا اینکه به خاطر آزادی احزاب بریزین تو خیابون و جونتون رو بذارین کف دستتون، حالا ممکنه ببرن کهریزکم یه بلا هم سرتون بیارن یا خودتون رو دودمانتون رو به باد بدن، هیچ آدم عاقلی واسه حقوق بشر و آزادی مطبوعات یا آزادی احزاب حاضر نیست جونش رو ریسک بکنه. نه فقط در ایران، در هیچ جای دنیا این کار نمی کنه که تازه آخرش بگن حالا بیاین اگر موفق شدیم یه رفراندوم میکنیم ببینیم شما چی میگی. من هم موقعم گفتم تنها نیرویی که میتواند ایرانیان رو بسیج کنه، توانمند کنه، منسجم کنه جلوی حکومت، یک نیروی احساسی هیجانی بسیار نیرومندی به نام ایرانگرایی است.
شما با سلاح دموکراسی و نام جدای دین از حکومت و اینها حریف جمهوری اسلامی نمیشوید. جمهوری اسلامی گرچه خودش حکومت بسیار فاسدی است، ولی بر پایه یک ایدئولوژی اسلامی تشیع 500 ساله در ایران داره حکومت میکنه که به هر حال ما دوست داشته باشیم و نداشته باشیم بسیار ریشه دوونده در ایران. چیزی از پس این برمیاد که همانند خودش ریشه دار باشه در شهرستان ها، در روستاها، در ایلات و عشایر، بین خانواده های سنتی، تو بازار، بین طبقات فروده، از همه جا ریشه داشته باشه و اون چیزی نیست جز ایران گرایی. گفتیم آقا با همون چیزی که شما گفتید آقای پارسا، با همون شاهنامه و کاوه آهنگر و زرتشت و کوروش و اردشیر بابکان و بابک خرمدین و نمادسازی و تئوری پردازی از دیدگاه ایرانی، شما میتوانید این جمعیت رو به خروش بیارید. صبح تا شب بشینید بگید ماندلا فلان کرد، گاندی فلان کرد، کسی واسه شما حاضر نیست که تره خود کنه. این رو گفتم و تمام این سالها تو تمام گفتگوها اینو تاکید کردم و نتیجهش هم شما دیدید آقای پارسا، همین حرکت بسیار تند و واقعا دلاورانه ای که صورت گرفت در ایران، که از ایزو و درود و عرض کنم خدمتون شهرهایی مثل سبزوار اینا بگیرید تا مشهد و اصفهان و درنوردی و قول خود حکومت 26 تا به قول منابع مستقل بالای 60 کشتن بر جا گذاشته، این دقیقا برپای همین بود. شعارها شعارهایی بود که از متن روح ایرانی در اومده بود. نه کسی اونجا شعار میداد بنده سکولاریسم میخوام، نه کسی شعار میداد بنده دموکراسی میخوام. اگرم که صدا کردن کسی رو، رضا شاه رو صدا کردن، یعنی یک آدم ملیگرای وطن پرستی که چکمه پاش کرده و با مشت آهنین اومده تا پس گردن دزدا و خانین به این مملکت رو بزنه و این کشور رو بیاره تو جاده درستش بگذاره. این پیامه. حالا شاهزاده رضا پهلوی میتونه بیاد اونجا بشینه تو برنامه آقای نوری‌زاده بگه ما پیام مردم رو شنیدیم که درخواست سکولاریسم و دموکراسی و خودگردانی بود، که من شگفت زده شدم که خودگردانی دیگه وسط از کجا آمد. یا مجاهدی میتونن بیان وسط پیام بدن آقا ما پیام شما رو شنیدیم. خانم مریم میگه که من خیلی خوشحالم که شما با ما بیعت کردید. هر کسی میتونه بیاد این حرفو بزنه، ولی اون چیزی که ضبط شد و تو خیابونا پخش شد، اونها حی و حاضره. این جریان مال 3000 سال پیش نیست، مال همین در روز پیشه. و باز همینو میگیم آقای پارسا و زبون ما مو در آورد، باز اونهایی که نمیخوان پیام مردم رو بشنون میرن دنبال همون فرمولایی که 39 سال پاسخ نداده، در مردم هیچ احساسی رو بر نمی انگیزه، هیچ کسی رو انقدر درش روح شجاعت رو نمیدمه که طرف بیاد تو خیابون و جونش رو کف دستش بگیره و در به همون پاشنه خواهد چرخید. بنابراین یک باید عرض کنم خدمتون اگه بخوام از این شرایط در بیاییم و تکرار مکررات نکنیم و اشتباه گذاشته تکرار نشه، ما که رفتیم دنبال جریان رنسانس ایرانی و جنبشی و با دوستانمون هماندیشانمون راه انداختیم و از همون موقع هم گفتیم که راه ما نه از غرب میگذره، نه از جزیره العرب میگذره، نه از مسکو میگذره، نه از پکن. این راه راه ایران شهریست، باید خط رو گرفت رفت. شما اینگونه میتوانید جوان لو رو بیارید بیرون، زن بختیاری بیارید بیرون. بله، باید یه وجه مشترک داشته باشن، وجه مشترک داشته باشن. آقای نژاد، شما به عنوان یه فعال فرهنگی هستید، فعال سیاسی هستید، فعال حقوق بشر هستید، یا خودتون اگر یه نفر بگید خودتون رو تعریف کنه، شما چی دارید که تعریف کنید برای خودت؟ من از نظر شغلی که شغل من کارشناس نفت و گاز هستم و از هنگامی هم که از ایران بیرون آمدم هر روز و هر سال کار من همین بوده، یعنی گذران زندگی من با کار در شرکت‌های نفتی است، مهندس نفت هستم. به همین دلیل هم هست که شما تگزاس هستید، اونجا همش میبینه آدم نفتار. ولی منظور من این بود که اگه شما به من بگید که فعال فرهنگی هستید، من میگم که خب فکر نمی‌کنید که یه نفر از دوستانتون که فعال سیاسی هست باید شما دنبال اون باشید، یا اگه بگید من فعال سیاسی هستم، من به شما میگم که خب رفتید اون شورای ملی دیدید اونجوریه و کارشون و بنیادشون و اینها اشتباه هست، راهشون اشتباه هست، چرا خودتون نیومدید اون رنسانس یا همین ایرانگرایی یا همین اون یکی دیگه چیز بود ایران شهری رو قشنگ راه بندازید؟ میدونید یه مشکلی که الان من متوجه هستم که یه صفحه باز میشه، یه دفعه روز اول 250 هزار نفر میان لایک میزنن، تا
طرف ببخشید اینو میگم، طرف یابو برش میداره که 250,000 نفر سرباز جانفدا در خدمتشن، فردا میگه من پول ندارم، تلویزیونم داره قطع میشه، مثلا 500 دلار میخوام، هیچ که پول نمیده. من میگم چگونه این گراس روت شرکت ها ارگانیزیشن ها رو ما بلد نشدیم هنوز را بندازیم؟ و خود شما آیا الان سازمانی دارید که یا خودتون لیدرش باشید یا دوستی لیدرش باشه ولی شما عضوش باشید، امروز بتونید به مردم با افتخار معرفی کنید؟ بله 100%. من سخنگوی جنبش رنسانس یا نوزایی ایرانی هستم جناب پارسا. این جنبش رنسانس ایرانی بر پایه کار فرهنگی جهت ایجاد تغییرات بنیادی سیاسی و اجتماعی در ایران پیروزی شد. یعنی ما رویکردمون فرهنگی است ولی امیدواریم بتوانیم نتایج سیاسی هم به دست بیاریم، چون از روش سیاسی و رویکرد سیاسی دست کم من و شما دیدیم که به هیچ جایی هیچ کسی نرسیده تو این سال‌ها، ولی این کار فرهنگی دست کم تو این 4-5 سالش اثر رو داشته. ما از سال 2013 با دوستان کنار هم قرار گرفتیم که امروز شما شعارها رو میبینید یه الله اکبر و یا حسین حسین نیست، شعارها شده نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، ما آریایی هستیم عرب نمیپرستیم و از این دست، سوریه رو رها کن فکری به حال ما کن. البته اون آخونده اومد اینجا گفت هم غزه هم لبنان جانم فدای ایران، و متاسفانه یه جورایی هم ایشون همشهری من هست، فکر کنم با داداششون سربازی کردم آقای خب اینا این گونه هست. ما سال 2013 بله با دوستان جنبش رنسانس ایرانی راه انداختیم، یک 7 نفر از سوی من دعوت شدن به عنوان هیئت امنا یا بورد آف تراستی بنیادی که متولی حرکت جنبش باشه، و بعد اقدام به گرفتن هموند کردیم و از هموندان رأی گیری شد و شورای به نام شورای سرپرستی جنبش تشکیل شد که هم شورای سرپرستی الان مشغوله هم هیئت امنا مشغوله. اتفاقا ما تو فوریه در تگزاس هم یک جلسه داریم از هیئت امنا با اعضای شورای سرپرستی برای طرح و برنامه برای ماه و سالهای در پیش. ولی ما با دوستان تو این مجموعه یک آرماننامه‌ای داریم، یک مرامنامه‌ای داریم در 3 برگ، خیلی مفصل نیست، گفتیم که نگاهمون به سیاست چیست، به تاریخ چیه، به فرهنگ چیه، به مذهب چیه، و برای ایران چی رو میپسندیم و چی رو نمیپسندیم. و باز دوباره تاکید میکنم رویکرد ما فرهنگی است، ولی چون شما میخواهید ملی باشید و نگران اون کشوری، طبیعتاً نسبت سیاستم نمیتوانی بی‌تفاوت باشی و بگی من سیاسی نیستم. بله ببخشید، شما تو صحبتاتون گفتید هموند، منظورتون عضوه. بله 2013 شروع کردید، الان نمیگیم 5 سال چون 2018 جدیده، 4 ساله از اون 7 نفر شروع، امروز چند نفر دارید که بشناسینشون؟ نه با اسمای مستعار، نه اونایی که میگن ما میخوایم بریم ایران بیایم نمیتونیم تو تظاهرات بیایم. بله. چند نفر رو دارید که بتونید روش حساب کنید؟ ما غیر از هوادارانی که به هر حال هوادارن و ما روشون شناخت آنچنانی نداریم با اسم و مشخصات و عکس و دیدار و حضوری و اینا، و یه سری از دوستانی که میشناسیمشون ولی در ایران هم و اونایی که در ایرانن مسئله عضویتشون یه مقداری مبهم خواهد بود به خاطر مسائلی که من و شما میدونیم، 100 تا عضو شناخته شده در خارج از کشور داریم. خب همینجا وایسید، شما همینجا وایسید، وقتی ما میگیم 5 میلیون 6 میلیون خارج کشور هستیم، وقتی این همه وسایل و امکانات اینترنت، شما یه متخصصی هستید که میبینید که یه دفعه توی کجا بود اون پسره با یه آیپد انقلاب کرد، یا لیبی بود یا مصر، مثل این که چجوریه که شما توی 4 سال میگید 100 نفر 80 میلیون جمعیت ایرانی داریم؟ اوکی اونایی که تو ایران هستن به دلیل این حکومت ظالم جانی فیلترینگ ما قبول داریم، چجور تو خارج اونم سیستمی که شما میگید ما نه به مذهب کسی میخوایم توهین کنیم نه چیزی، ما میخوایم یه به اصطلاح ملی بودن فرهنگی بودن رو رواج بدیم، چگونه است که 100 نفر بیشتر نیومده تا امروز؟ چه کار باید بکنیم؟ جناب پارسا خیلی بیشتر از 100 نفر اومدن، از سوی ما این وسواس بوده. ببینید شما خودتون چون آدمی هستید که تو این سالها توی بطن کارهای سیاسی بودی، دست کم به عنوان رسانه مسائل رو رصد میکردید، میدونید که
ما چند جور آدم داریم. افرادی هستن که میخوان دیر بیان و زودم برن، یعنی میآیند توی یک مجموعه و میخوان بزنن کاسه گوزه همه رو به هم بزنن و وجودشون چه خودشون بخوان ارادی یا غیر ارادی مخرب. اینها رو ما جلوشون رو گرفتیم و راهشون ندادیم. عده دیگری هستن که میآیند و میگویند که خب من گرفتاری دارم به خاطر اینکه من یک وابستگی‌های در ایران دارم. عده دیگری هستن که هیچ گونه مشکلاتی ندارن، مشکل شخصیتی دارن، حسادتی دارن، میخوان زیرا به کسی بزنن، با یکی گرفتاری دارن، اونجا خود حساب میخوان تصفیه کنن. عده دیگری هستن که نه از همه نظر خوبن ولی برش چندانی تو کاری که ما میخوام انجام بدیم ندارن. یعنی من میگم آقای مثلا پادشاه، میگه شاهین این آقای مثلا علی آدم مناسبی است برای جنبش، یعنی برای عضویت، نه هواداری. هوادار هر کی میتونه باشه، ما هزاران هزار هوادار داریم. دقیقاً مثل آمریکا که من میتونم هوادار ریپابلیکن ها باشم یا دموکرات ها باشم، ولی اگه خواستم عضو بشم باید توی یکی از این چیزا اسمی بنویسم، کاری انجام بدم، احتمالاً ممبرشیپ پرداخت کنم. آقای نژاد میدونم باز شما چون گفته بودید وقت نهار و اینها، نمیخوام خیلی هم بزامتون میشن. دوستان سوال میکنن از این افرادی که از خارج یه دفعه یه شب رهبر شدن، اینجا نوشتن، من نمیگم از خودم، یه نفر سید دیوانه ای، اون آقای به اصطلاح شومن آخوندا که تا چند سال پیش اونجا بوده و از اون مزایا استفاده میکرده و هیچ وقت یاد درد و رنج و کمبود ایرانیان نبوده، حالا آمده در ساحل ام در کالیفرنیا نشسته و بچه های مردم رو دعوت میکنه که برن جلو تیر و تفنگ و اینها، و تازه میگه که من میخوام صوفی و نمیدونم صفوی از این مزخرفات رو دوباره راه بندازم. نظرتون درباره این شخص به خصوص چیه یا اشخاصی مثل این؟ من ایشون رو شخصا نمیشناسم. میدونم که در ایران شو موفقی داشته در تلویزیون و پربیننده بوده، تو کار خودش که کار کمدی بود آدم با استعدادی بود، ولی فارغ از این که آقای حسینی چه جور آدمی است و چه میکنه و این پیامی که داره میده کجا قرار میگیره، این ور قضیه رو ببینیم که حتی اگر هزار تا ایراد به ایشون بگیریم، همین که عده‌ای دارن بهش توجه میکنن نشون میده چقدر سیاسیون ما کارشون ضعیف بوده، چقدر کارشون تباه بوده تو این سالها که انقدر خلأ ایجاد شده که یک فردی که یه چهره تلویزیونی بوده برای برنامه‌های کمدی و شومن بوده الان میتواند به هر حال یه تعداد مخاطب داشته باشه. خب این نشون میده کار سیاسی که انجام شده در خارج از کشور یه چیز زیر صفر بوده دیگه. این واقعیته، علارغمی که میدونم خیلی‌ها جون کندن، ولی این خلأ رهبری باعث میشه که هر کسی یه مقداری از خودش ابتکار به خرج میده، یه تعدادی در ایران به حرفش گوش میدن. اینجا تأسفه. بسیار ممنونم. شما گفتید که در ماه فوریه گرد همایی دارید، اگر عمومی هست اون پوستر یا فلایرش رو برای من بفرستید، من براتون اینجا پخش میکنم، و اگر هم به اصطلاح به صورت فقط اعضا هستن و اینها که دیگه اون راه و روش دیگه ای داره. من بازم از شما ممنونم. اگر در هفته های آینده چیزی خواستید بگید از طریق تلویزیون مردم، ما همیشه گفتیم در تلویزیون مردم همه میتونن بیان صحبت کنن، و به گواهی خودتون قبل از برنامه هم نوشتم که مثل همیشه اینجا نه خط قرمزی داریم نه لیمیتی، و هرچی میخواهد دل تنگر میتونی بگی. صحبتی اگه دارید با دوستان بیننده بفرمایید تا از شما خداحافظی کنیم، و باز هم امیدوار باشیم در برنامه‌های آینده شما رو داشته باشیم. خیلی ممنون. حتما در فرصت‌های آینده، هفته‌های آینده می‌کوشم در خدمت هموطن‌ها باشم. فقط یه نکته‌رم بگم جناب پارسا، من برای شما لینکی رو خواهم فرستاد. ما مسابقه شاهنامه رو برای سال دوم جنبش رنسانس ایرانی می‌خواد برگزار کنه، فراخوان دادیم برای دریافت کارهای هنری، کارهای موسیقیایی، خوشنویسی، نگارگری، مجسمه سازی، نمایش و مقاله، همه و همه درباره شاهنامه. پارسال خیلی مسابقه خوبی بود، میفرستم خدمتتون که آگهی تلویزیونی کوتاهی سوده فکر کنم 2 دقیقه است. اگر که براتون مقدور بود گاهگاهی در برنامه تلویزیون پخش کنید که همیانان در جریان قرار بگیرن و اگر استعدادی دارن توی زمینه همکاری کنن. اگر از برنامه سال گذشته هم فیلمی یا چیزی دارید اونم ارسال کنید تا ما اینجا نشون بدیم. حتما با کمال میل. ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار من و بینندگان گذاشتید. بسیار ممنون.
سپاس از شما. آخر هفته خوبی داشته باشید. مرسی. خب دوستان عزیز، با آقای شاهین نژاد بودیم. ایشون توی تگزاس هستن، متخصص به اصطلاح امور نفتی و اینها، و من دو بار تگزاس رفتم. اصلا وقتی میری تو هر، مثل اون وقتا بود توی ایران وقتی میرفتی یه جایی که کشاورزی بود، معمولا اطراف اصفهان و اینها همش تلمبه های آبی میدیدی، تاپ 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 اینا آب میمده، وای میسادی خسته بودی و این گازوئیل روی آبا یه رنگ خوشگلی داشت، امان از اون به اصطلاح مواد شیمیایی که وارد بدن میکرد اینا. تگزاس اینجوریه، هر جا میری یکی از این پمپا اینجور تلمبه ها هی داره بالا و پایین میشه و دارن به اصطلاح نفت رو از دل زمین بیرون میارن. و اینجا مثل ایران نیست که شما اگر توی حیات خونت نفت پیدا بشه بری مجبور بشی به دولت خبر بدی و دولت صاحب اون باشه و ماجرا بشه، مثلا مثل آقاجاری که چه در زمان شاه و چه در زمان شیخ، این بنده خدا فکر کن اولین جایی بود که نفت استخراج شده اینها. میبینید که هنوز که هنوزه وضع اونجا به چه شکل به اصطلاح بدی هست و بوده. دوستان عزیزی که روی فیسبوک با هستن ممنونم. من امروز تصمیم گرفتم حقیقتش از خیر اینستاگرام بگذرم. دلیلش هم این بود که اینستاگرام وقتی که دیدم بله چندین نفر، حتی فامیل خود من، دوستای خود من از ایران تماس گرفتن و گفتن این خیلی آسونتر و دیدنش راحت تره، ولی بعضی وقتا ما دیگه کششش رو نداریم و متاسفانه به این صورته که منو یاد اینجا دوستانی داریم، کباب بازار، دوتا دانشجو بودن بعد شریک شدن، سالهای سال هست یه رستوران خوب رو اینجا نگه داشتن. به تشویق دوستان و یه فرصتی هم پیش آمد، یه رستورانی بود به نام جوان میخواست بفروشه، به این گفتن آقا خب شما تو مریلند هم یه دونه باز کن که دیگه ما از مریلند نیایم اینجا، چشمتون روزو بد نبینه. این بنده خدا به روز محمد یه جا بودن، اون مسافرت میرفت، اون وکیشن میگرفت، به کاراش میرسید اینا، وقتی شدن دو جا، دو سه جای دیگر، دو سه نفر دیگه فامیل و اینا رو هم دعوت کردن، مشتری ها هم شروع کردن ناراضی بودن، از جمله خود من با آقای پرویز کاردان رفتیم مریلند، وقتی که خوراک اوردر دادیم اومدن یه تیکه پلاستیک اونجا توی خوراک بود. آقای کاردان گفت این چیه؟ به اون آقا که گفتیم اومد گفت که این چیزی نیست، برداشت رفت. اصلا من تعجب کردم، در صورتی که اگه خود بهروز یا محمد صاحب اونجا بودن خوراک رو میبردن، یه خوراک دیگه میآوردن اینا، یا حالا بعد البته طرف آمد با خوشحالی گفت آقا پیدا کردم این سر پلاستیک این نمکدون و فلفلدونا هست که آقا سر این پلاستیک افتاده تو این گرما، شما پلاستیک رو جوشوندید دادید با آقای پرویز کاردان، حالا امیدواریم بنده خدا شاخ در نیاره یا چیزی. ولی جالبه بود که بعد حتی مثلا نگفتن خب نهار مهمون ما باش یا اینا، اشکاله اینا، تصمیم گرفتن اونجا رو ببند و وقتی بستن دوباره بله ممکنه پول و درآمد زیادتری داشته باشه، ولی دردسرش مثلا ممکنه درآمدش به جای 100 دلار میشه 150 دلار، ولی دردسرش 5 برابره. من این برنامه‌های فیسبوک و یوتیوب و اینها، خب به خود آدمم یک چی بگم، یه مرضی داره، قلقلک میشه. این میاد میگه آقا چرا رو تلگرام نیستی؟ میری رو تلگرام میبینی خب الان از فردا 10 نفر بهت زنگ میزنن جواب میگن، 20 هزار تا برای بذارید الان من تلگرام رو باز کنم به شما نشون بدم، بعد ببینید چه دنیایی. آقا ما اون وقتا میرفتیم یه جایی، قبلش هم چایی میخوردیم، حالا اگه کسی اهل مشروب بود مشروبش رو میخورد، بعد که برنامه اجرا شد برنامه رو اجرا میکردیم، مردم همه منتظر شما بودن. حالا ما از این در به اون در به اون در بریم التماس کنیم که یه بیننده بیاد بشینه نگاه کنه، تازه این بیننده برای من چه سودی داره؟ هیچ. حقیقتش شما نگاه کنید، من این تلگرام به شما نشون میدم، یکی بیاد به من توضیح بده بگه یعنی چی، من باید چه کار کنم، منی که این تلگرام رو باز کردم حالا تا اینجاش شما نگاه کنید، 1034 تا کمپین حمایت از اعتراضات مردمی در ایران،
فارسی وایس آف امریکا، من نمیدونم این خانم ستاره درخشش یا دیگران واقعا فهم و شعورشون از بین رفته. خب شمایی که 452 تا پست میذارید یا پرژن کامیونیتی اند ایونتس این اتلانتا 636 تا، یا محفل دوستان 636 تا، جنبش همبستگی ستم دیدگان 227 تا، من باید چیکار کنم؟ باید اینا رو به قول آمریکایی‌ها ایگنور کنم، کم محلی کنم، یا باید یکی یکی نگاه کنم، بخونم، بهشون جواب بدم؟ اصلا امکان پذیر نیست. آقا وایس آف امریکا یه سری ایرانی بدبخت رو استخدام کرده با مای 3000 دلار 4000 دلار. ببینید اینجا جوان ها چجوری با هم زندگی میکنن، اینا که تو وایس آف امریکا یا تو بی بی سی هستن. بابا مامانشون هم تو ایران خوشحال که دختر من تو بی بی سیه، دختر من تو وایس آف امریکا، 4 تا 5 تاشون تو یه خونه زندگی میکنن. بعدم میبینید مثل اون آقای کوروش صحتی بود یا اون یکی دیگه کی بود، ولکر رفت ایران 5 سال میخوان بکننش زندان، ولی گفته آقا 5 سال زندان ایران رو قبول دارم، ولی زیر سایه این کپیتال یا این کنگره آمریکا کار کردن توی وایس آف آمریکا رو قبول ندارم. اینه ماجرا. حالا ما اومدیم رفتیم کجا؟ رفتیم تو، بذارید من کویتش کنم تلگرامو. بله اومدیم رفتیم توی فیسبوک. باورتون میشه یوتیوب پریروز برای من یه نوشته فرستاده که چون ساعات ویدیوی شما از انقدر هزار آور، از انقدر هزار ساعت کم شده، ما دیگه به شما پول نمیدیم. اولا همچین میگه پول که اگه یه کسی میخونه فکر میکنه اینا مثلا مای 5000 دلار، ضمن اینکه 5000 دلار هم چیزی نیست، میدادن به ما یه ما 100 دلار، یه ما 150 دلار میدادن. شما اگه یه آگهی میبینید اون وسط میاد، اگر نزنید قطعش کنید، این مثلا رفته باشید دستشویی نباشید، این آگهی تا آخر نشون داده بشه، 2 سنت میفرستن برای ما. 2 سنت، این 2 سنت هم ما آخر سال 100 تا 2 سنت میشه مثلا 2 دلار. از این 2 دلار ما 60 سنتش رو باید بدیم به آقای IRS، بدیم به فدرال. امروز یه نفر میگه آقا اگه این فدرال ببنده، فدرال منظورش دولت مرکزیه، ببنده پس ما نباید تکس بدیم. گفتم نه، اون قسمتایش که میخوان بگیرن کار میکنه، اون قسمتایش که میخوان سرویس به مردم بدن کار نمیکنه. من هنوز نمیدونم که تصویب شد یا نشد. اینا همدیگر رو گرو کشیدن. ترامپ اولا قرار بود مرد که سه‌شنبه از تعطیلات برگشته، 95 روز، هنوز یک سال نشده، فردا میشه یک سال، 95 روز رفته گلف بازی کرده. انقدر گلف بازی کرده که یه آدم شالاتان پدر سوخته پررویی مثل این الان دیگه خجالت میکشن، قایمش میکنن، میارن یه مش کامیون میذارن، و خبرنگارا از بین کامیونا با تلسکوپای انقدی دیگه نمیشه به اینا بگیم لنز، فیلم میگیرن که آقا با این هیکل انلنگش داره گلف بازی میکنه. خب امروز دوباره میخواسته امروز بعد از اون بلندش بره همین اصلا اون او که میگه وایت هاوس به اصطلاح فلوریدا. چه وایت هاوسی مردک، میری اونجا هی از اینجا مردم باید پول خرج اونجا کنن، و این رفتن اومدن ها مثل من و شما نیست که بزنیم نگاه کنیم پرواز از اینجا 100 دلار گرون، ما 69 دلار بخریم. اینجوری نیست که این نمیدونم چی میگن هواپیمای مخصوص این یا هواپیمای مخصوص پنس که الان رفته بره میدلیش، یکیش قرار بوده بره خاورمیانه، یکیش هم قرار بوده بره اونجا، مردم همینجوری تو هوا ول کنن. بیچاره بیمه 9 میلیون بچه که انقدر پدر مادرشون فقیرن که اینا بیمهشون رو دولت باید بده. یه چیزی هست به نام چیپ Children Health Insurance something. اوکی. بعضی از کارهای پارک و اینها، مردم الان مثلا ویکند فردا میخواد بچهش ببره یه پارکی باغ وحش، اینا تعطیل میشه. جالب اینه اینایی که تو مجلس هستن، مجلس سین، چه مجلس نمایندگان چه مجلس سنا، اگر دولت تعطیلم بشه اینا حقوقشونو میگیرن. باورتون میشه اون وقت از همه جای دنیا ملت خودشون رو به کشتن میدن که بیان تو آمریکا زندگی کنن. من درباره آقای نجات
نمیخوام چیزی بگم چون حالا ایشون نیستش و اینها، ولی دوستان خودتون قضاوت کنید. ببینید این شورای ملی آقای رضا پهلوی و دوستانش، من دل خوش از اون که چی اسمش پسر عباس بود، حالا اسمی گشته خسرو فروهر، امید نادان، اینا ندارم، ولی شما ببینید اینا همه با یک میل و عشق و علاقه رضا شاه دوم، رضا شاه دوم آمدن رفتن، یکی یکی فهمیدن ای بابا این سربی درست میگفت، آواز دهل شنیدن از دور خوش است، یا شما بیا نزدیکش، یا این وقتی با ساز و نغاره میاد اونجا گوشت رو کر میکنه از بس بد میزنه. و یکی یکی رفتن، علی مونده و حوزش، حالا دیگه میره تو تلویزیونای عربی میشینه از اونجا، انگار که مردم نشستن از صبح تا از تلویزیونای عربی نگاه میکنن. دوستان اینا همشون با جان و دل رفتن دنبال این، فکر کردن این بر میگرده همون به اصطلاح چیزهای ملی رو، افتخارات ملی رو دوباره برمیگردونه به مملکت، هم آزادی و اینها. با کمال پررویی میاد تو تلویزیون تو بی بی سی میشینه میگه که زمان پدر من زن و مرد مساوی بودن. یا آقای برداشته نوشته اتفاقا بهش، البته به اسم آقای هادی خورسندی، بنده خدا آقای هادی خورسندی هم میگه آقا من اینو ننوشتم، چرا این کار زشت انجام میدید، هی به اسم دیگران میفرستید، بگید نویسنده ناشناس، تا اینکه خود نویسنده هستش. اتفاقا برای ایشون نوشتم که اگه میخوای بیا صحبت کن، خیلی قشنگ نوشته، نوشته آقای رضا پهلوی شما که تا پریروز میگفتی حالا من نمیدونم هر چیزی اونا خواستن، حالا تا گفتن رضا شاه روحت شاد، اینا به اون مرده میگن، میگن روحت، روحت یعنی باید مرده باشی، اگه فکر میکنی تو اونی اول باید بمیری، بعدا الان دنبال سلطنت هستی. بعد میگه آقا تو اگه میگی زن و مرد مساویان، خواهر بزرگت که اون باید ولیعهد باشه. یه مش دروغگو، یه مش چاپلوس، یه مش نادان احمق مثل این حمزه پور حالا افتادن دنبال ترامپ. ترامپی که انقدر کسافت کاری میکنه که دیگه کسافتای بزرگم حتی به نظر نمیاد. این آقا خانمش حامله که بوده، بعد از 9 ماه که زایده، ایشون 4 ماه لابد نمیتونسته خرسواری کنه، رفته با یک پورنستار. پورنستار یعنی این زنایی که نه تو فیلمای سکسی ها، توی فیلمای بازی میکنن که ببخشید خر رو خودشون میکشن، وسائل نمیدونم چی چی با استفاده میکنن و کارهای عجیب غریب میکنن و اینها، اینا پورنستارن. این پورن، این دعوتش میکنه میگه شب بیا شام، اونم فکر میکنه البته اونم دروغ میگه، اونم فکر میکنه بعد شب میره تو رستوران، بعد میگه نه بیا تو اتاق. وقتی میره تو اتاق میبینی با پیژامه نشسته و خلاصه خرسواری یا هرچی انجام میشه. بعد این خانم میاد مصاحبه میکنه و 2011 مصاحبه کرده، 2016 برای که اینا میخوان انتخابات کنن میرن به این میگن چند میگیری صدا ندی خفه بشی، میگه 130,000 دلار. 130,000 دلار به این خانم میدن، اسمش هم هست استورمی سامتینگ، عکسش اینا نشون تو میدم روی فیسبوک هست، اینو داشته باشی. چیزی که هست اینا نمیدونستن این خانم قبل از اینکه امضا کنه مصاحبه کرده سال 2011 با یک مجله به نام این تاچ، در تماس هرچ، و اونو دوباره چاپ کردن چون قانون جلو اون نمیره. برید ببینید این مردک چیه. من امروز خیلی واقعا به خودم بگم اصلا چیز شده بودم که اصلا خانم نیر، این همشهری عزیز ما، ایشون شوهرش شیرازی بود و اینا، ولی ما بهش میگیم همشهری، اب نداره، ایشون میگه من طرفدار ترامپم. من مخصوصا زنایی که طرفدار ترامپن اصلا یه مقداری ناراحت میشن با این کارهایی که این به زنا کرده، با این کارهایی که به زنا خودش کرده، با این بدرفتاریایی که میکنه و اینها. بعد حالا اون زن آمریکایی میتونه، چون اون میگه من کاری ندارم، من نگاه چک میکنم، تا هفته قبل 600 دلار میگرفتم، از موقعی که این اومده 650 دلار میگیرم. اون برای اون 50 دلاره خودشو میفروشه. شمایی که توی آلمانی، اون دوستی که اصلا کاری به چک نداره، اون برای چی دنبال این راه افتاده؟ امروز نوشتم اگر طرفدار ترامپ هستید بیان با ما صحبت کنید. ایشون نوشت من هستم. گفتم خانم شما که نمیای، زبون ما مو در آورد، یکی اون خانم شهلا بود، یکی شما. بعد شنیدم خانم شهلا یکم حالش خوب نیست و بیمار بوده و اینا، براش آرزوی
به اصطلاح سلامتی کردم، ولی ایشون نیومدن. بابک هروی، رابطه ایشان با جیسون رضا جورجانی چیست و آیا از افکار نجات پرسته ایشان خبر دارن یا نه؟ بابک جون سلام میکنم به سال نو، به تبریک میگم و ببخشید من الان همین یه مکافات دیگه همینه. مثلا من سال هاست که اون کامنت یوتیوب رو آف کردم. اگر میتونستم کامنت اینجا رو، اتفاقا اینستاگرام کامنتش تونستم آف کنم، اینجا رو آف میکردم. وقتی طرف ببینه نمیتونه صحبت کنه، ایمیل میفرسه، پیام میذاره. آقای ذوالفقاری لطف کرده بودن پیام گذاشته، در البته وقت و اشتباهی گفتن، قبل از ساعت 1 به من زنگ زده بودن، موقعی که بنده داشتم دوش میگرفتم، گفتن سوربی میدونم تا 5 دقیقه دیگه برنامه شروع میشه و من میخواستم در رابطه با اون موضوعی که اون روز سوء تفاهم شده و اینها صحبت کنم. برای ایشون نوشتم بنده اولا 2 برنامه شروع میشه، بعدم شما میتونید هر وقتی که خواستید پیام بذارید. اتفاقا روزی که من برنامه دارم هر چی نزدیک من نیاین بهتره، چون واقعا با وجودی که الان 20 ساله دارم این کارو انجام میدم، احتمالاً بابک میدونه، دیگرانم میدونه، خود به خود تپش قلبت میره بالا، اصلا نمیفهمی چرا نگرانی، شاید نگران نیستی. فرق هیجان با نگران چیه؟ شما میری مسابقه نگاه میکنی، هیجان، نگران نیستی، اون موقع داری میخندی فلان، ولی کلا یه انرژی اینا، شاید ما هیجان زده میشیم. در اصل من نمیدونم، سوال خوبیه، اینو برای آقای شاهین نژاد میفرستم تا ایشون پاسخ بدن. ایشون گفته که آقای ایمانی سلام، خوش آمدی، نیستی؟ خب نکنید این کارو آقای خوشنودی، این سلام علیکا رو، بله توی یه مجلس که میریم یه نفر نشسته صحبت میکنه، خوبی اینجوری میکنی، ولی نمیگیم که آقا خوبی، این کاری که شما میکنی مثل اونه. بذارید در رابطه با برنامه بنویسیم. اون روز یه دوستی آمده بود نوشته بود، امروز گفت من عذر میخوام، من متوجه نبودم و اینها، گفتم اب نداره. باید صحبتهای نصر احمدی رو هم درباره شازده بشنوید، واقعا شنیدنی است. خوب شد شما گفتی، ممنونم از شما، ممنونم که تماس گرفتید. دوستان عزیز، آقای نصر احمدی و دوستانشون که در فکر راه اندازی دوباره این جنبش هستن، این بار به حرف سوربی گوش دادن. آقا اگه میخوای منار بدزدی، باید یه چاهی اول بکنی. حالا اینا دوز نیستن، ولی آقا اگه میخوای یه کاری انجام بدی، باید برنامه داشته باشی، وسیله داشته باشی، و اولین وسیله این روزا کامپیوتره. آقای نصر احمدی نمیتونه بیاد بگه ما 20 تا دفتر داشتیم، 20 تا کامپیوتر داشتیم، اونا داشتیم و اینها، گیرم پدرتو بود فاضل، گذشته است. امروز باید بیای بگی آقا من یه لپتاپ دارم. آقا امروز با یه تلفن من شما برنامه میبرمتون اینجا، مثلا تو فلان هتل، با یه تلفن برنامه اینستاگرام یا فیسبوک رو میتونید لایو بفرستید با دوستاتون، چی کنید. ولی باید به اصطلاح برن دنبالش یاد بگیرم. یکی از این همکاران ایشون گفت که آقا سوری، ما احتیاج داریم به یه نفر، چون خود این آقا تو کاناداست، گفت ما احتیاج داریم به یه نفر، احتمالاً دانشجویی باشه، نزدیک آقای نصر احمدی باشه. باور کنید من تا دیروز نمیدونستم آقای نصر احمدی کجای کالیفرنیا. دوستان کالیفرنیا فکر کنم قد 2-3 تا کشوره. یه نفر به من بگه کالیفرنیا قد چند تا کشوره، اگه اشتباه نکنم اون وقتا هم میگفت 5 تا از تگزاس مثلا میشه ایران، یه هم چیزی بمانه. ایشون در لانگ بیچ کالیفرنیا زندگی میکنه. با مجید وقتی تماس گرفتم، گفت آقا من 5 تا 6 ساعت بار رانندگی کنم. با سعید دوست خوبمون که قبلا هم این پیشنهاد داده بود که هر کسی کمک میخواد من میرم کمکش. میبین چه آدمایی داریم تو جامعهمون، هر کسی کمک میخواد من میرم کمکش میکنم، بعد اون همت عالی تلویزیون مردم رو حمایت کنه. چند بارم رفت، بعد به من گفت آقا حمایت کردن، گفتم نه آقا. در هر صورت این بار گفتم اول پول بگی، ضمن اینکه اون دوستمون تو کالیفرنیا، کانادا و اینها آدم به اصطلاح میشه مطمئن بهش اطمینان کنی، ولی آقا این برداریم این اطمینانی که امروز اطمینان میکنیم، فردا میام با هم فوش میدیم، کاغذ بنویسیم، چک بدیم، درست حسابی عمل کنیم و اینها. و ممنونم از آقای خوشنودی، ممنونم از سعید عزیز، ممنونم از آقای واهیک اسکندری، ممنونم واهیک جان. اوضاع پیانو و در ای کاش من رفته بودم تو کار موزیک، آقا اصلا سراغ تلویزیون نمیدم. بله
میگه که در هیچ کشوری شما پیدا نمی کنید که حاکمان آن را آخونده و تبکران آتون غلات و دوی سواد بچه های فلان تشکیل دارن. اینها همان جنایتکارانی هستند که برای بقای بیش از خب دوست عزیز، الان که خدا به من و شما شانس داده ما شدیم شماره یک، این کشور ما آخونده و اینها هستند. این چیزایی رو که من میدونم شما میدونی آقای ولی ایمانی، شما میدونی، دیگرانم میدونی، میدونن، از نوشتنش چه فایده ای؟ شما بیا بگو در این کشوری که آخوند هست و جانی هست و فلان باید این کار انجام بدی. اون چه باید کرد و بنویس. یا آقای هست به نام جمشید، اون دفعه من اسمش اشتباه گفتم، یکی از دوستان گفت آقا من نیستم که، گفتم ببخشید ایزدیار رو گفتم، ایزدپناه رو گفتم ایزدیار، ولی بذارید این آقای جمشید ایزدپناه به نظر میرسه که آدم خوبیه. چرا؟ اولا هنرمنده، سرش تو کار خودشه، موسیقی میزنه و اینها، نه ببخشید پس میگیرم، سرش تو کار خودشه، موزیک میزنه و اینها، وقتی از موزیک خسته میشه سرشو تو کار همه میاره. برای من نوشته آقا شما بیا از جنایات آخوندا بگو. میگم آقا شما بیا بگو، من که بارها گفتم و میگم که آقا چرا من با این که وضعم خوب بوده، کار دولتی داشتم، ماشینم رو داشتم، خونم رو داشتم، احترامم رو داشتم، شغل اضافی هم داشتم که پول خوبی میساختم، چرا اومدم اینجا؟ جنایت آخوند، نبود آزادی. و دیگه چی بگم؟ بهش میگم شما بیا یه هفته امتحان کن، بشین اینا رو بگو. طرف شما رو نگاه میکنه میگه آقا این چیزی که شما داری میگی، این عقب افتاده وطنخواه هم داره میگه، این چیزی که شما میگی اون عقب افتاده شاه‌اللهی هم داره فحش میده، اون خانم نمیدونم سیمین تهرانی حالا شده زینا تهرانی اونم داره میگه. بعد ببینم شما برنامه 20 سال دوام پیدا میکنه. خب بیا دیگه آقا، نمیشه که هر کی اومد بهش بگیم آقا این مزدوره، چون اون چیزی رو که من میخوام این نگفت. من می‌خواستم حتی بهش بگم آقا شما یه کاری بکن، به عنوان تهیه کننده 5 دقیقه برنامه برای من بنویس، من 5 دقیقه برنامه شما رو اجرا میکنم. به من بگو آقا خبر مثلا FBI رو نشون بده. میگم چشم، میرم نشون میدم. دوستان بریم خبر FBI رو ببینیم، ببینیم چی میگه این. بله، بنده هم بسیار خرسند شدم. کاکو بفرمایید، یکی از بهترین دوستان مرا به نام بله ایشون اینجا بود. خب راجع به آقای ابن یوسف شما صحبت میکنی، من یک کتابم نوشته بود، فکر کنم ایشون هم تو کارهای نفتی بود، حالا ممکنه مموریم درست نباشه. دوستان عزیز، من دیروز با یه آقای صحبت کردم به نام باقر هرندی. اگه برنامه منو نگاه کنی چند سال پیش با همدیگه دعوا روی تلویزیون فوش و فوش کشی، از نادانی من، از عصبانی بودن ایشون، چون ایشون بزرگتر منه، نمیگم نادان، ولی خب آقا اگه شما هم چیز بود وقتی من اینجوری بودم باید یکم ول میکردی کامدن، ولی ایشون بزرگی کرده، دیروز زنگ زده پیام گذاشته، پریروز روی فیسبوک برای من پیغام فرستاده که آقای سوری من با شما دعوا کردم، ولی حقیقتش نمیدونم اصلا برای چی دعوا کردی، چون میبینم شما حرفایی که میزنی حقه. آقا این چیزی رو که امروز آقای نژاد گفت، دولت ایران آخوندا گفتن آقا شما بلند شو امروز برو تو بازار بگو ما میخوایم یه خیابونی رو با پارچه مثلا قهوه‌ای آذین ببندیم. طرف میگه آقا نداریم پارچه، باید اوردر بدیم، سفارش بدیم. یه دفعه چجوری این همه چیز سبز اومد؟ رضا پهلوی نادانم یه دستبند سبزی بسته بود، هر جا میرم هی اینجوری میکرد نگاه کنید من النگو سبز دارم، کی من نهار میده امروز؟ شد رضا پهلوی دیگه، سر همین سبز شد رضا پهلوی. آخه مردک شما بیا بگو اون کسی که میاد بگه یا حسین میر حسین، یا کسی که میگه رأی من کو، ازش سوال کن تو رأی دادی؟ یا دیروز به حرف این رادیو تلویزیونای عقب افتاده لس آنجلس نشستی خونه و رأی ندادی؟ اگه رأی ندادی خب بهتر خفه بشی، اگه رأی دادین بیان از راه قانونی شکایت کنید، 100 تا 200 تا بشینید تو خیابون تکون نخورید. ولی حالا میبینی آقای شاهین نژاد میگه اون که اصلا معلوم بود توسط دولت بود. بعد این یکی هم اول ایشون نمیخواست قبول کنه، این یکی هم گفت مردم خودجوش، گفتم نه آقا اینم یه حاج آقایی که با آقای روحانی بد بوده
از اون اصولگراها به این اصلاح طلبات دعواش شده. حالا دو نفر دزد خری دزدیدن، ببخشید ایرانی دزدیدن، شما اگه زرنگ باشی تا اینا دارن دعوا میکنن برو بگی. مردم این کاری کردن. خانم مریم رجوی نادان رفته شوهر مردش آورده، آقای رضا پهلوی حالا دیگه میگه من طرفدار سلطنتم. اینایی که طرفدار پادشاهی هستن، اینایی که طرفدار رضا پهلوی هستن، باید هر جا اینو دیدن دو تا توف بندازن تو صورتش، بگن آخه مردک 39 سال 40 سال خودت علاف کردی اینجا، حالا امروز طرفدار پادشاهی شدی. مشکل ما اینه. یکی از اینا اینجا نمیره یک کلاسی بگیره، این کلاسای به اصطلاح political science، علوم سیاسی. ولی آقای کی رفته بگید دیگه؟ تریتا پارسی. اینه که تریتا پارسی یخ وقتی میاد مینویسه اینقدر پول و طرف پول میده، اسمشو مینویسه، طرف دکتر همشهری من بود از کالیفرنیا اومده بود گفت من پول میدم میام اینا فعالیت دارم میکنم. حالا به آقای شاهین نژاد میگیم، میگه ما 7 نفر بودیم حالا شدیم 100 نفر. خب خیلی هم خوب، انشالله بعد از 5 سال شدیم 100 نفر، سال 20 سال دیگه 20 تا 400 نفر، 20 سال دیگه میشه 500 نفر. اون وقت جمعیت ایران اون موقع چقدره؟ لابد به جای 80 میلیون 100 میلیونه. چون آخونده نیومد مثل شاه هی خودش بره بچه درست کنه. 5 تا شما میدونیم، چند تای دیگه داره نمیدونیم اون بمانه. هی خودش بچه درست کنه بعد تابلو بزنه فرزند کمتر آسایش بیشتر. آخونده میگه تو برو بچه درست کن من پولت میدم، که بعدم ما بفرسیمش جبهه، بعدم بفرسیمش رومی، بعدم بفرسیمش تو خیابون تو سر مردم بزنه. آقا خانم اینا برنامه دارن، اینا با برنامه دارن پیش میرن. شما نمیتونی اینجا بیای بشینی شاهنامه خوندن، منظورم با آقای نژاد نیست، میتونی بخونی بابا اینجا هر روز تو این نمایشگاه ها و تو این تئاترها نمایش هایی رو میدونم شکسپیر و نویسنده های مال آمریکایی و اینا که مارک توین و فلان اینا هست، ولی این طرف نمیاد نمایشنامه مارک توین بذاره بعد بگه حالا فردا بریزه تو خیابون. اونی که میخواد سیاسی کنه میتونه اینجا باشه، ولی یه شرکت باز میکنه ثبت میرسونه. این آقای اوباما این کارو کرد دیگه. خود من رفتم تو اون فعالیت های گراس روتش مجانی برم براش تبلیغ کنم فلان کنم. یعنی اگه بخواد یه کسی مثل من استخدام کنه، خب بگه از 4 ساعت بیاد اونجا، میگم خب 4 تا 150 دلار 600 دلار حالا به شما تخفیف میدم چون دوستم هستی دو برابر حساب میکنم 1200 دلار، ولی پا میشیم مجانی میریم. چرا؟ برای که اون بلده چجوری، اون بلده که آقا هوادار رو چجوری تبدیل کنم به ممبر، به عضو. ولی دوستان ما اینجا آقای فیلاوی با اون هیکلش میگه من هوادار مجاهدینم، آقای گلن توشیزی میگه من هوادارم. خب آقا شماها اگه هوادارین کی عضوه؟ عضوها هم که یکی دو تاش همین دیروز پیروز بیچاره ها مردن، یه مش مریض و پیر. خب دانیل، آقا دانیل کجا بودی اون روز قرار شد با هم زنگ بزنیم صحبت کنیم؟ به قول شیرازی ها آقا اذیت نکن دیگه، یه قراری بذار، یه مداری بذار. بذارید من یه چیزی اینجا دارم که نوشته که تماس بدونه، اگه بتونم پیداش کنم، تماس بدون قرار قبلی ممنوع. اصلا نمیدونم کجا بود، عکس منه. این رو اون سالها یکی از دوستان برای ما نوشته بود و روی اسکایپ بود که تا اسکایپ رو روشن میکردم یکی میمند میگه سلام خوبی آمریکا حالتون؟ آقا من میخوام بیام آمریکا باید چیکار کنم؟ گفتم باید اول مثل من خر بشی، خونه و زندگیت ول کنی بیای اینجا، بعد یه نامه بنویسی، نامه بردگی بدی به اینا، بعد بهت میگن که ما دیگه زنجیر تموم کردیم. میگی نگران نباش خودم اینو میبندم میدم دست شما، بیا اینو بگی بکش، کراواتم باید بخری، زنجیرم خودت میخری، میدی دست اینا میکشن. گفتم آقا خانم نمیتونم، نمیرسم با قرار قبلی. بله اکانت یوتیوب من هم به دبه در آورده، میگه باید حداقل 1000 سابسکرایب و بیش از 4000 ساعت. حالا میفهمی آقای مجیده؟ ببین بالا به خدا شاهد آمد از غیب، میفهمی مشکل ما اینه؟ ما این 100 دلارم که در میبردیم یه جا نشسته بودیم، یه دکون کوچولو بقالی داشتیم، یه از این قطیای روغنی رو وارونه کرده بودیم،
مثلا کتمون هم در میبردیم میذاشتیم روش که طعم اون درد نگیره، مینشستیم یکی میاد یه صابون گلنار میخرید، یه روغن قو میخرید، یه پولی در میبردیم. خام طمع شدیم، شیرازی میگن تمخوم، تمخوم شدیم. آقا بذار من یه سوپرمارکت بزنم اون بر. رفتیم سوپرمارکت، صبح برو عصر بیا، درد سر چیزاتو میدوزن فلان اینها. آخر شب که میان همسرم میپرسه که خب حالا وضعیت بهتره، یا اون موقعی که همین پشت دکون پشت خونه یه میز گذاشته بودی بقالی داشتی؟ خجالت میکشادم. آقا وضع من الان با دو تا فیسبوک پارسا سوربی و مردم تیوی و یوتیوب و نمیدونم اون یکی دیگه لایو و اون یکی دیگه یوتیوب چی بهش میگن اونی که پلیلیست و اینها، آقا من سال 2003 که اینو شروع کردم خیلی بهتر از الان پول میساختیم، کمتر از الان درد سر داشتیم و الی آخر. شاید باید برگردیم باز به همون سیستم. اگه کسی واقعا میخواد، برای اون چه فرقی میکنه که منو از اینستاگرام ببینه یا از فیسبوک ببینه؟ طرف میگه آقا تو ایران، میگم آقا وقتی آقای مینویی به من میگه آقای سوربی چون تلویزیون شما رو ایران پخش نمیشه من میخوام برم تلویزیون کانال یک، بعد میره کانال یک، میگم خب حالا شما رفتی ایران آزاد کردی، بعد میبینیم کانال یک هم بسته میشه، که البته برنامه آقای همایون رو میدیدم مونده توش بیچاره، برگشته اومده حالا دیگه روش نمیاد دوباره بره، بعد میگه خب حالا پول بدید به همین دیگه تلویزیون اینترنتی. چه پولی آقا؟ شما که میگید خرجی ندارید، چیزی ندارید، ماشاءالله خانمتونم که دکتر است و داروساز و نمیدونم این دواها رو چپ و راست به ملت غالب میکنید. بله، در صورت باز برگردیم، نصر احمدی قراره که این دوستان کاراشون رو انجام بدن، آفیسشون را بندازن، بعد به من بگن که برنامه میخوان یا تلویزیون خودشون رو میخوان. و دوستان هر کدوم از شما بخواید میتونید تلویزیون خودتون رو با ساعت یک دلار داشته باشید. برای فیسبوک مجانیه، یوتیوب مجانیه، اینستاگرام مجانیه، ولی آمریکایی‌ها یه مثالی دارن میگن همه تخم مرغاتون رو توی بسکت نذارید، یه بسکت هم اینور داشته باشید، یه سبد هم اینور داشته باشید مال خودتون، که اگه اون اومد گفت آقا از امروز نمیخوام تو بسکت من تخم مرغ بذاری، تخم مرغ رو بذاری اینجا. اینه که مردم تیوی دات کام رو ما نه وبسایتش رو بستیم نه چیزی، و میتونید از اونجا هم برنامه ما رو ببینید. ساعت 3:02 است، اجازه بدید حالا بریم سراغ این چیزایی که ما الان چند هفتهش گذاشتیم و باید پخش کنیم. و ضمناً آقای حسن ارشاد هم از ایران بعد از دو هفته که به خاطر سرعت اینترنت و اینها نتونسته بودن برنامه‌شون رو بفرستن، برنامه 162مین خود رو فرستادن. اینو من باید به آقای نصر احمدی بگم، باید به دوستانش بگم، بگم آقا یه نفر نشسته اونجا، حالا احتمالاً یه پول جزئی هم به یه بچه ایرانی میده که این ویدیو رو برایش ادیت کنه یا پشت دوربین باشه و اینها. 162 هفته، 352 تا میشه 156 تا، ایشون بیش از 3 سال هست هر هفته یه برنامه درست میکنه میفرسته اینجا، میذاره روی یوتیوب، میذاره فیسبوک، باز شد روی فیسبوک میذاره، روی کجا میذاره اون یکی دیگه تلگرام و هرچ، جوابگوه با مردم، در رابطه است با مردم، و اونایی که باشون مخالفت میکنه میان مهمون برنامهش میشن باش صحبت میکنه. من بهتون گفتم با این آقای نژاد من خیلی اختلاف دارم، ایشون مثلا طرفدار پادشاهی، من میگم آقا دیگه قرن 21 کشورهایی که پادشاهیان یه جورایی دارن خجالت میکشن، این بچه پسر ملکه انگلستان ببینید که با این خانم هنرپیشه دوست شده، اصلا کاری به این کارا نداره، میاد با شلوار لی تو خیابون و تو اینا میگرده، میگه بابا ولم کن من اسیر اینا باشم برای چی؟ چون حقیقتا یه زندانیه که حالا ساختمونش مثلا سیمانی نیست، زل زنگوله بهش آویزون کردن، ولی این شاه بودن، آدمای مهم بودن، همین احمق ترامپ یکی از دلایلی که من به احمق بودنش بعد از شالاتان بودنش پی بردم این بود که مردک تو بعد از 71 سال که به قول خودت همه پدر سوخت بازی ها رو در آوردی، یه پولی در آوردی، برو آقا برای خودت زندگی کن، که حالا چی؟ این یادتونه گفت من دیوار میسازم؟ دیروز این آقای جان کلی که دیگه حالا همه کاره این هست گفت he was uninformed. uninformed یعنی یه جوری میشه مثلا به یکی بگی
نادان نه، میشه بگه آقا اطلاعاتش کافی نبود. information یعنی اطلاعات، اطلاعاتش کافی نبود. خب شما که طرفدار ترامپی به من بگو، چه جوری میخوای رئیس جمهور آمریکا بشی؟ میخوای دیواری بزرگتر از دیوار چین بکشی، پولش هم یه نفر دیگه بده، ولی نمیدونی که این پایین آب هست، رودخونه هست، کوه هست، امکان دیوار درست کردن نیست. اون میاد اینجوری میگه، این میاد میگه نه 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 نه، دیوار هنوز دیواره. حالا دموکراتام یقش گرفتن از این، یعنی الان جنگه. نمیدونم دوستان بنویسید ببینید این قانون به اصطلاح اینو اکستند کردن، تمدیدش کردن، این ماجرای بودجه. امشب ساعت 12 شب بودجه فدرال تموم میشه و یه سری کارا به اصطلاح استاپ میشه. باورتون میشه کانتراکتوری که توی جنگ توی عراق و افغانستان اون اونجا وایساده، زن بچهش اینجا باید مورگیج بدن، حقوق نداره. حالا اگه یه همچین برنامه تو ایران پیش بیاد، هممون فوش به این آخوندا، بیا آقای جمشید ایزد پناه بودی، ایزد پناه بر، بیا آقا فوش بدی. چقدر این فوش خوب بود، همه مشکلات ما رو حل کرد. چقدر این نوشته ها، این شعرها خوب بود، همه مشکلات ما رو حل کرد. امروز یکی اومده بود نوشته بود صادق هدایت این این، گفتم آقا یه نفرم که فکر میکرد میفهمه و دولت نیومد بگیره زندانیش کنه، چوب فلانجاش بکنه، اعدامش کنه، خودش خودشو کشت. بعد ایشون نوشته برای من، شما میگی این نمیفهمه؟ گفتم من کجا نوشتم نمیفهمه؟ نوشتم یه نفر که فکر میکرد میفهمه. وقتی فکر میکنی میفهمه، باید این فهم و شعور تو به دیگران منتقل کنی، بعد اجازه بدی دیگران رهرو راه تو بشن، از بس که ماشاءالله میفهمی. بعد میگه که ایشون یه فانوس دستش بوده، چراغ راه رو به ما نشون داده. میگم کدوم چراغ راه، افسردگی یا خودکشی؟ بله اگه یه روزی من بخوام خودمو بکشم تو فرانسه تو این ساختمونای سوراخ موش باشم، میرم یه پنبه میخرم میذارم دریچه ها همه کهنه، بعد گاز واز میکنم میگیرم میخوابم. راه خودکشی رو خوب نشون داده. ولی آیا به مردم گفته چجوری بیاین فرهنگتون رو ترمیم کنید، چجوری به اصطلاح ملی بودن رو ترمیم کنید؟ چه کار کردی؟ بوف کو، مسخ زیبایی. اصلا من اینا رو که میخوندم، این حکایت از یه مغز مریض میکنه. یه آدمی بچه پولا فرستادنش اونجا، اینجا بهشون میگن اسپویل، که فکر میکنن که همه دنیا با اینا مخالف. اگر رفته بود دنبال کار اینا، وقت نداشت که افسرده بشه. بمانه، من آماده یک گفتگوی چند دقیقه به صورت زنده از طریق شماره دستی هستم. عزیز من، دانیل عزیز، اینجوری کار نمیکنه سیستم ما. اینجوری سیستم ما کار نمیکنه. شما دوشنبه مهمون من باش، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت واشنگتن، 11 ظهر به وقت کالیفرنیا، من نمیدونم شما کجا هستی، بعدم اسکایپ تو راه بنداز. خب اگر تا امروز شما هیچ نیازی برای اسکایپ نداشتی، با اون عکس قشنگ قیافه پروفسوری و عینک و اینها، اسکایپ تو راه بنداز، بیا مهمون ما باش. من دفعه قبل با آقای نژاد با اسکایپ صحبت کردم، امروز گفت من سر کار هستم نمیتونم اسکایپ استفاده کنم، اینها با صدا فقط میام. گفتم باش، ولی باز با اسکایپ باهاش تماس گرفت. حالا من با این تلفن وردارم به شما زنگ بزنم، میارمش این و شروع میکنه مثل مرغ قدقد میکنه میخواد تخم بزنه، میبرمش اون و صدا کم میشه. آخه باید ببینیم که شرایط بازی چیه. شما میای توی پارکی، میبینی یه عده دارن بازی میکنن، اول وایس چیکار میکنی؟ اول وایس نگاه میکن. شما این کار کردی، نگاه کردی، دیدی اینا بازیشون خوبه، بازی خوبی هم هست. حالا میگی منم بازی. میگن آقا وایسا برنده به جا، یه تیم تشکیل بده، 4 نفر بیار، این دوتا پنجتایی که دارن بازی میکنن، پنجتایی که باخت میره بیرون، شما بیای داخل. اینجوری نیست شما بری هر وقت من برنامه دارم بیای بگی من میخوام نظر بدم. راجع به چی آقا؟ من چیزی امروز گفتم که شما میخوای نظر بدی؟ اگه راجع به کشتی رو یه دوست همشهریمون بچه فخرآباد که نوشته بود من ممنونم بستنی فخرآباد، گفتم نه، از موقعی که اون دوتا داداش اصفهانی از اصفهان اومدن و بستنی جهان اول خیابون دهنادی درست کردن، من تمام بستنی سعدی و پشت زندان و اینها رو بریز بیرون، میرفتم اونجا. نمیدونم هستن یا نیستن. ایشون از
استرالیا یه برنامه فرستاده، یک مطلبی رو درست کرده، تهیه کرده با ویدیو و اینا به نام کشتی سانچی، و بهش گفتم اگه میشه این رو به صورت برنامه تلویزیونی درا و میاد، یعنی شرط بازی ما رو میپرسه میاد بازی. و الا شما اگه فوتبالیست خوبی باشی، ما اینجا داشته باشیم والیبال بازی کنیم، شما بگی آقا منم میخوام بازی کنم، ما بگیم بفرما، تا اومدی تو اولین توپی که اومد ناخودآگاه پات بزنی زیر توپه، ببخشید همه فوشت میدن، میگن اولا این توپ والیباله، شما با این پارش میکنی. بعدم مگه نمیدونی والیبال که نمیشه با پا بزنی، شرط بازی ها رو یاد بگیریم، اگه خواستیم بیان بازی کنیم. من گلو خودم پاره میکنم از اول برنامه ها تا آخر برنامه ها، میگم اولا اونایی که با من مخالفن بیان مهمون من صحبت کن. این دوست ما از فرانسه هی چپ و راست زنگ میزنه، از خجالتش تلفن رو میگیره جلوی برنامه که داره پخش میشه، فکر کنم یه 20 باری اون تماسی که من بهش گرفتم به خاطر آقای ماسالی رو تا حالا گوش داده. خیلی خوبه، هر یه باری که گوش بدی یه چیز دیگه یاد میگیری. یادتونه میگفتن آقا اینا 100 بار بنویس، جریمه که میکردن تو همون جریمه ها یاد میگرفتیم ناخودآگاه. اینم از بله. خب فارغ از زندگی خصوصی پرزیدنت ترامپ در گذشته، های شما حاضر مناظر زنده راجع به عملکرد سیاسی پرزیدنت ترامپ در طول یک سال گذشته با یکی از ما؟ بله آقا، من فیلمام شاهده، برنامه‌ام شاهده، راه دور نمیخواد بری. خانم شایسته الهامی از کانادا، آقای بابک هروی از کالیفرنیا، از اینا دعوت کردم که بیان ببینیم آقا شما چی دارین میگین، به چه چیز این دروغو دل بستی؟ به دروغاش بیش از 2000 دروغ در 365 روز، فردا میشه 365 روز. کسی که مالیاتش تا حالا نشون نداده، چرا مالیاتش نشون نمیده؟ اون وقت اومدن یه سیستم عجیب غریبی درست کردن که کسی هم نتونه دسترسی داشته باشه به مالیات این، در صورتی که توی IRS یه دفعه هر نامه از یه جایی میمد بیرون، مالیات ورقه مالیاتی ها یه کسی چی میکرد. شما طرفدار ایشون هستید، بیاین توی برنامه شما 2 دقیقه صحبت کن، من 1 دقیقه صحبت کن، شما 3 دقیقه صحبت کن، من 2 دقیقه صحبت میکنم. خب آقا آخه انصاف هم خوب چیزی، قرار شد FBI بهتون نشوند. مجده مجده دوستان، بشه تابید، هر کسی از امروز با شما یکم بد اخلاقی کرد، بد رفتاری کرد، کم فروشی نها، اگر وقتی برنج میگیرید ما چلو کباب تعدیق بهتون نداد، دوغ مجانی نداد، زنگ بزنید به FBI. FBI دوستانی که توی این چند روز گذشته خیلی به اصطلاح دم در آوردن و از سوراخ‌هاشون اومدن بیرون، اینها به این فکر افتادن که یه نامه بنویسن به FBI که آهای FBI چه نشستی که ما به شما لیست میدیم، شما برو این ایرانیایی که برای جمهوری اسلامی کار میکنن بگی گروهی از ایرانیان آمریکا خواستار برخورد FBI با عوامل رژیم ایران در آمریکا شده. گروهی از فعالیان سیاسی ایرانی مقیم ایالات متحده آمریکا با تهیه نامه‌ای خطاب به FBI پلیس فدرال ایالات متحده، خواهان برخورد با کسانی شدند که در این نامه جاسوسان. خب من یاد یه مشکلی میفتم، چند سال پیش یکی از دوستای ما یک کارگر اسپانیش رو استخدام کرده بود، بعدن این کارگر اسپانیشه همش میرفته فوتبال بازی میکرد، پول اینم میگرفته، بعد به کارگراش که میورده پول نمیداده، اونا همی بدن به این میگفتن آقا پول، میگفته آقا این موریسیو مگه چیزی شما نیست، رئیس شما نیست، پول اون گرفته. خلاصه آخه میگه آقا برو من تو رو نمیخوام، خودم با اینا چی میکنم. این آقای موریسیو کارش این بوده، با هر کی بد میشده میرفته به FBI خبر میداده، میره به FBI خبر میده و FBI میان و با این آقا صحبت میکنن، و این آقا وقتی نگاش میکنن میبینن آقا یه آدمیه که مالیاتشو میده، یه آدمیه که اصلا هر روز توی کپیتال و اینها میره و میاد و اینها، بر میگردن میرن دنبال اون آقای موریسیو. حالا امروز آقای موریسیو تو آرژانتینه، دیپورتش کردن اونجا بره سالسا بخوره، مرنگه برقصه. اگه نمیدونید سالسا چیه امتحان کنید، تهیهش یکم مثل سالاد شیرازی حقیقتا،
پیاز داره، گوجم داره، بعد داخلش جعفری هم میزنن، فقط یه خیار کم داره این سالسا. بعضی جاها زیره هم بهش میزنن که سردیتون نشه. این گواپا هست اینجا زیره میزن. اینم از بله. شدت و حدت موضوعات روز به شکلی پشت سر هم است که هر ساعت ارجعیت اخبار عوض می شود و در مقابل این همه فوش و ناسزا که به صورت یک طرفه به پراب می نمایید، عزیز من الان شما زنگ بزن پیام بذار راجع به موضوع امروز. موضوع امروز سوء استفاده دموکرات ها و ریپابلیکن ها و آقای پرزیدنت از این ماجرای بدبختی بهش میگن چی؟ شاددان. یه جام نوشتم گاورمنت شاددان. اینو بگو. شما نه، شما تنبلی، شما میخوای من بیام خیابونو جارو کنم، تمیز کنم، اونجا وایسم خیابونو ببندم هیچ کس نیاد، شما با ماشین کوروتت بیای اینجا گاز بدی. اینجوری نیست عزیز من. من حق دارم با آقای ترامپ فوش بدم، شما میخوای این حق رو از من بگیری؟ باری کله به این آزادی. ببخشید من نمیدونم عمه داری یا نداری، دست عمت درد نکنه. تازه من دارم آقا فوش میدم، شما الان زنگ بزن که قشنگ اسم منو بنویسن به عنوان جاسوس. ولی مواظب باش بعد دنبال خودتم میام. آقا دیگه رادیو تلویزیونا رو نگاه کنید، بذار برات نشون بدم حالا که اینو گفتی. بله ببین، این آقای راستین نوشته این گروه مشنگ ایرانی نگفتن چرا با امثال محمد حسینی و اعضای فرقه رجوی که عملا تروریست هستن و تروریست را ترویج میدهن برخورد نمیکنه آمریکا. آقا آمریکا خودش تروریست پروره. آمریکا با این ظلمایی که در دنیا کرده تروریست پروره، خودشون هم الان به بنبست رسیدن. آمریکا تا اون روزی به اصطلاح خوب بود که مجانی یه سری از چینیزا استفاده کرد، یه سری از آفریقایی ها استفاده کرد. وقتی شما دستمزد مجانی باشه تولیداتت میفروشی، ماشین میفروخ 3000 دلار، ماشین کادیلاک 4000 دلار. الان شما یه ماشین آشغالی میخوای بخری، یه جیپ قرازه میخوای بخری 20000 دلار. چرا باید پول بده؟ تازه حالا نصفش هم مکزیکی درست میکنه، نصفش هم فلان اینا. بیا حرف بزنیم. بله شما میگی به دلیل این که خب اوکی چیکار کنم، من با سرعت بودم بیام دنبال شما، میکروفون و دوربین بیارم که آقای توسی میخواد چی بگه. هنوز من نگفتم شما فامیل اون توسی هستید که رفت بالای نمیدونم کره چی بود، برای اون یخ، کوه یخ. بله این ماجرای اف بی آی حتما پیگیری کنید. من که خودم از امروز اگر توانستید ترجمه کنید. چیو ترجمه کنم؟ من که خودم از امروز هر جا رفتم همون اول بهش میگم، میگم ببین من میام اینجا پول نهارم به زور به تو میدم، یه نوشابه اضافی و تعدیق اضافی دادی دادی، ندادی میرم بیرون زنگ میزنم به اف بی آی. منو یاد یلپ انداخت. این یه حالا یه نفر یا یه سازمانی آمد شروع کرد. آها اینه، شما یه چی فرستادی نشتی، اگه توانستید توجه کن. خب اینجوری هم باز نمیشه دوست عزیزم، وسط برنامه شما یه نوشته ای رو فرستادی. Gallery is closed, chef cook slept, there is no breakfast today, no doubt double fry. این چی آخه چی کار برنامه من داره؟ قربونت برم، شما هم شهری من هستی. من انقدر خوشحالم که شما را دارم. یعنی با داشتن دوستانی مثل شما احتیاج به دشمن ندارم. شما کار دوست و دشمن انجام میدی. باز از آقای علی بهبانی امروز تشکر کردم، دعوتش کردم، گویا ایشون توی ترکیه هست. من این چیزایی که میگم رو فیسبوکش طرف نوشته که توی ازمیر کجا توی ترکیه زندگی میکنه، بیاد یه دفعه در این مورد صحبت کنه. بله موضوع سیاست مهاجرتی پرزیدنت ترامپ. آقا قربون دهنه، شما برو نگاه کن، فامیلای خود من به من از ایران فحش میدن، میگن آقا تو نشستی اونجا میگی این ویزای لاتاری بده. میگم بله ویزای لاتاری نباید همینجوری 50,000 نفر سالیانه بگن لاتاری برنده شدی پشت بیا آمریکا. اون بدبختی که 10 سال تو نوبته، اون بدبختی که اینجا کار میکنه مالیات میده، اینا رو لیگال کنن که طرف بدون گواهینامه رانندگی نکنه. خب این قسمتش من باش مخالف نیستم، باش موافقم. چیزی که هست این آقا خودش هم نمیدونه. آقا دیگه شما از این آقای رئیس مجاریتی
چیزا کیه مثل لاک پشت زیر گردنش هم یه اینقدی چیز داره مکاچی چی هست نیادم رفته. از این دیگه شما کاسه از آش داغتری. این دیروز گفت آقا ما نمیفهمیم این رئیس جمهوری خواهای مجلس یا سنا چون اون یکی مال مجلس میگه ما نمیفهمیم این مردک شالاتان. اینجوری نمیگه مردک شالاتان، اون میگه آقای پرزیدنت، میگه پرزیدنت ترامپ که جزو حزب ما هم هست میخواد چیکار کنه. امروز میاد میگه که بله اینایی که ویزاشونو درست میکنیم فلان اینها امضا کنیم، طرف داد میزنه میگه آقا اگه اینا امضا کردن و اون کاغذ رو امضا نمیکنن گیر میافتی یا، میگه نه پنجشنبه میان، پنجشنبه بلند میشن دو نفر میرن فرمم پر کردن گذاشتن، اگه اون روز امضا کرده بود این هفته جمعه شما به این مشکل برخورد نمیکردی. اونجا عصبانی میشه و فوش میده و اونا بهش میگن آخه پوفیوز تام که جدت پدرت مادرت هر کی اومده اینجا پولدار و با سواد که نبودین، که شما اومدی اینجا حالا که خودت رسیدی اینجا میگه هر کی میخواد بیاد اینجا باید نروژی سفید باشه. نروژی سفید مگه خرش گم شده که بیاد اینجا؟ اونجا داره سال 95000 دلار چه کار بکنه چه نکنه میگیره. بیا صحبت کن. من امروز وقت ندارم متاسفانه، میخواستم بگم بعد از 4 اون روز براتون بعد از 4 گذاشتم شما نیومدی، بعد از 4 دیدم اینجا نوشتید من هستم. یه اشکالش هم این فیسبوکه. دیروز آقای باقر هرندی وقتی که از نیویورک با من تماس گرفت گفت سول من روی فیسبوک برای شما فرستادم و دیدم جواب ندادی تلفن زدم. گفتم اولا چه کار خوبی کردی، چون من روی فیسبوک نوشتم که جواب نمیدم یا ایمیل یا تلفن، ولی حالا که شما تلفن زدی. ولی تا امروز این نوشته ایشون از طریق فیسبوک نیومده. ضمناً ما اون آتو ریسپاند رو گذاشتیم که به دلیل اینکه نزدیک به 20000 نفر روی لیست هستن ما قادر نیستیم آقا به جوابگویی. آدم باید خودش قدرت چه بفهمه، قادر به جوابگویی نیستیم. از طریق ایمیل جواب میگم، اگه دیدم یه روز زیاد شد میگم فقط برای اونایی که تلفن بزنن، حالا یا 2 سنت خرج کنن یا وقت بذارن زنگ بزنن صداشون پیدا بشه یا شنیده بشه ما صحبت میکنیم. هی چی میکنیم یا یه روز دیگه خیلی چی بشه میگیم آقا اصلا غلط کردیم ما نمیرسیم. حالا شما من نشستم اینجا شما زنگ بزن من صحبت کنم، آخه خودتون مثل این میمونه که میخواد بری خونه خالتون بگی من اینجا هستم میخوام بیام نهار بخورم، خالت میگه آقا ما نهار نداریم، میگه خب اشکال نداره نهار خودت بده من بخورم، شما فعلا صبر کن تا عصر یه چیز دیگه درست کن. ببخشید من اینا رو خیلی تحلیل ساده میکنم، ولی اگر فکر کنید این مثالی که من میزنم درست نیست شما مثال درستش رو بزن. دوستان عزیز قرار شد روی فیسبوک این آقای شازده چیز رو بهتون نشون بدم، ترامپ. بله اگر توانستید ترجمه کنید، مکس قلمی، الان وقتش ندارم متاسفانه. و دوستانی که مکس قلمی این اون میدونم الان ممکن پناهنده باشید فلان، آقا دیگه پول یه قهوه رو که دارید که. یه زمانی من به این نفر گفتم که ایشون اگه میخواد چی کنه با 50 دلار بده، گفت آقا ما پناهنده هستیم. گفتم والله منم پناهجو و پناهنده بودم، ولی همون زمانم اگه کسی گفت میگفت 50 مارک 50 دلار من بده با کمال میل بهش میدادم، چون همون موقع ما میرفتیم یه رادیو ضبط قدیمی خریدیم 200 مارک که چه کار کنیم نوارای آقای بختیاری رو مثلا از این به این یکی ضبط کنیم که دوتامون داشته باشیم. پول خرج میکنیم، شلوارای لی میخریم که سوراخ داره گرونه، کمربند اینجوری، ساعت اینجوری، ولی تا میرسه به یه جایی که داریم ازش استفاده میکنیم باید حمایتش کنیم تا باز باشه، آی ندارم، آی نمیدونی اصلا پامم درد میکنه و خدا اصلا کفشم ندارم. حالا چرا پاش در میکنه؟ رفته یه کفش شیک خریده تنگ پاشو میزنه چی میگیم؟ بله خب یه نفرم اینجا انقدر ریده که گشنه شده. بله خب بریم ماچ بذار من شما رو پاک کنم. بله سی مور اوکی. آها شما هم پسر شاه باشید. من پسر شاه نیستم، من پدر خودم رو میشناسم، نه فرزند فردوسی هم نه فرزند کوروش هم نه فرزند به اصطلاح فرزند بابام هم. با افتخارم میگم یه کارگر بوده. شما هم برو به سلامت دوست عزیز، چه اجباری داری بیای اینجا اعصاب خودتو خرد کنی؟ این مریضیه که شما داری، مازوخیسم، درست میگم؟ خود آزاری شما.
منم یه جور خدازارم. آقا من الان جمعه بعد از ظهر میتونستم برم قشنگ برای خودم سونا، سرده، امروز بهتره هم. برم سونا، شنا، تفریح. دوستم زنگ زد گفت امروز بعد از ظهر وقت داری هم دیگر ببینی؟ گفتم نه، تا 4 برنامه دارم، 4 و نیم میتونم ببینم. گفت آقا دیگه اون موقع که تاریکه، فردا هم دیگر میبینی. من به یه نوعی خدازارم، شما به یه نوعی خدازاری. مرد حسابی، شاه رو دوست داری؟ احمق، برو دنبالش، برو دنبالش، ببین چه کار میگه بکن، اون کار انجام بده. هیچ برنامه ای نداره، تام بشین بغل دست اون، بغل دست دایید کار کن. خب بیاین اینجا بریم این ماجرای آقای ترامپ وقتی که همسرش بله جناب سوال، من یک ایمیل از کشتی سانچه رسیده، من فرستادم به مسنجر شما، تحلیل کنید. عزیزم اینجوری کار نمیکنه، داخل برنامه من کار زندگی دارم. اینجا دیدی وقتی رانندگی میکنی پشت چیزه نوشته با راننده اتوبوس صحبت نکنید. سوار شدید یه دفعه نگاه کنید نوشته در حین رانندگی با راننده اتوبوس صحبت نکنید. آقا ما داریم یه اتوبوس میرونیم، شما هی حرف میزنی، حرفات خوبه قشنگه، ولی بذار وقتی رسیدیم یه جا. آمریکایی‌ها حقشان هست، خوشحالم که ترامپ هنوز هست تا این دماغ آمریکایی‌ها را بسوزاند. کوروش پوراباسی، اوکی. آقای بهبانی هم توی مایه‌های کامران قادری هست، کدومش، این آقای علی بهبانی یا اون عقب افتاده سعید بهبانی؟ خیلی بهبانی زیاد داری. بله، بابو میگه اسم رضا پهلوی را که مشخصاً یکی از عامل جمهوری است، جمهوری اسلامی است، را داده اند. سوالیه. این ماجرای سوالی، رسم این بود که جلوش بنویسن آیا، ولی حالا دوستان زرنگی میکنن، جمله رو به صورت خبری مینویسن، آخرش یه علامت سوال میذارن و این یکم باعث اشتباه میشه. بذارید من ببینم که به به ماشاءالله. حالا من یه چیزی برای آقایون میگم، برای خانم ها میگم، خداییش ببینید چی میگن، چندشاور، شیرازی ها به چندشاور اون چیه میگن، گزگزم شد، اون گزگزم وقتی مثلا یه چیز ترش مون، چندشاور ما میگیم چندشاور. آقای ترامپ این خانم رو ور میداره، یعنی بهش میگی بی تو اتاق، اینم میره تو اتاق و بازی میکنن و اینها. گوش کنید دوستان، برای که این ترامپ رو بشناسید، آقای چی اسمته، آقای دانیال نبی، آقای دانیال توسی، این خانم همچین حالا آش دهنسوزی هم نیست. وقتی میبردش اونجا، خب البته سال 2006 11 سال از حالا جوانتر، وقتی میبردش تو اتاق همه کارا رو میکنه و فلان و اینها، به این خانمه گفته که اینم مثل دخترش، اینم مثل دخترش، هم زیبا هست هم باهوش. باورتون میشه ترامپ نادانی که توی چند تا برنامه گفته بود که اگر میتونست دختر خودش رو میبرد بیرون، به اصطلاح اینجا دیت، اصلا به ایرانی چی میگیم برای دیت، دیت کردن چی میشه، نام زدی میشه انگیجمنت، نه دیت، هم دیگر ملاقات میکنن، میرن بیرون، حالا یه ماچی بوسهی، به قول خود آمریکایی‌ها شماره 1، شماره 2، شماره 3، طرف میره و میاد میگه 1 زدم، اون یکی میگه 2 دست زدم، اون یکی میگه به 3 رسیدم فلان اینا. دیت تو به ایرانی با چی بگی؟ بهش میگه که تو مثل دخترش هست، یعنی اصلا حال آدم به هم میخوره. دیشب طرف وقتی داشت تلویزیون میگفت ادا در میبرد که داره استفراغش میگیره. اون وقت من و توی ایرانی، خانمای ایرانی طرفدار ترامپ هم. من متاسفم. اوکی، اینم از این. بله، سیاست خارجی دوست عزیز آقای ترامپ دو تا موضوعه، یکی موضوع داکا است. داکا کسایی هم که طرف 2 سالش بوده، پدر مادرش بغلش کرده آوردهش اینجا، 30 سال اینجاست، درس خونده، آدم موفقیه، یک خلاف رانندگی هم نکرده. شما سیاستت چیه؟ اینو بفرستیم مکزیک، میگه آقا من اسپانیش بلد نیستم، من اگه برم تو مکزیک مردم اونجا منو به عنوان خارجی قبول میکنن و منو مسخره میکنن.
اوباما اومد گفت که اون اوباما مردی که پدر سوخته، خب به اینا گرین کارت میدادی اقامت دائم یا گرین کارت 10 ساله، به جای اینا اومد امنیستی. امنیستی هم عفو بین المللی دیدید، امنیستی اینترنشنال به ایرانی بهش میگیم عفو، عفو به اینا داد که باشن. مارچ این مهلت تموم میشه، دموکرات ها دارن اینو میکشن که ازش استفاده تبلیغاتی کنن، بلکه سال 2018 تعداد زیادتری برن به دموکرات ها رأی بدن، چون دموکرات ها واقعا دیگه کارشون خراب شده، میدونید یعنی خراب بود خرابتر شده. بذارید من اینجا اینو درست کنم، عکس آقای شاهین نژادم از اینجا بار داریم، بازم از ایشون ممنونم. و بله اینم برداریم از اینجا، احتمالاً آقای مینوی درباره این نشستی که ماه فوریه این دوستان دارن اطلاعات بیشتری داره، من از ایشون هم میپرسم، به شما هم خواهم گفت. خب بله، دیشب ساعت 9 اینا بود تو سنا چیز شد، یا نه ببخش تو مجلس، تو مجلس با رأی بیش از 200 تا به 230 رسید، گفتن به اندازه کافی داریم و تعطیل شد، گفتن حالا میره سنا، ولی تو سنا شانسی ندارن. و این میگه اولین باره که رئیس جمهور جمهوری خواهه، آخه اینم دروغ میگه، این پدر سوخته یه روز میشه دموکرات، یه روز عین ما ایرانی ها هستا، جاهایی که کمک میکنن دموکراتن، جاهایی که نمیدونم چیه تکس ندیم ریپابلیکنی. یعنی یه جورایی حقیقتا وقتی من میگم این ترامپو که میبینم یاد شاه میفتم، یاد خودمون ایرانی ها میفتم، آدم های سوء استفاده چی بمانه. رئیس جمهور جمهوری خواه، مجلس نمایندگان اکثریت جمهوری خواه، مجلس سنا اکثریت جمهوری خواه، موندن نتونستن این بودجه رو تأمین کنن، تازه یه بار دیگه هم تمدیدش کردن، یه ماه پیش یا سه ماه پیش هم دوباره تمدیدش کردن. میگه برای اولین بار تو تاریخ آمریکاست که یه همچین چیزی هست اتفاق میفته که قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه مجریه، ستاش دست یه پارتی، دست یه حزب باشه و به یه همچین بنبست. ماشاءالله ایشون، حالا یه دوستی من گفت تو رو خدا انقدر انگشتت نشون نده، بعد گفت حتی دو انگشتی نشون نده، گفتم اوکی ما میخوام تعادل رو برقرار کنیم. این آقای ترامپ از همه چیز داره نمبر وان میشه، بعد از اون ماجرایی که اومد گفت شت هول و شت هاوس و اینها، بهش میگن ریسکیوز، یه چیزی مثل تنبیهه، یه تنبیه نامه میخوان دارن مینویسن که به این بدن. گویا کی بوده 1800 خورده یه رئیس جمهوری یه همچین مثلا چیزی گفته، مردم نمایندگان نامه نوشتن که دنیا بدونی ما آمریکایی‌ها به خری ترامپ نیستیم، این ترامپ مغز معلولش و نژادپرستیش و اینها هست که اینجوریه. این یه نفر برای من بنویسه این کلمه چیه، ریکیوز، نه ریکیوز که مال اون آقای سشن بود، چه کلمه‌ای ما تو دوره اینا یاد گرفتیم. بله اوکی، بنده بسیار خرسندم ولی هنوز روابط روسیه هست. بله خیلی ممنون، اوکی متشکرم، خیلی ممنون. بله این از این دوستان، اجازه بدید که ما این رو پاک کنیم و بفرسیم بره. آها شما اینجا حق خودت رو از خودت میگیری. بله انضباط صفر، واقعا زمان کلینتون دموکرات بود. نه 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 خانم پری، با شما موافق نیستم، این خرابی از اون موقع شروع شد. یعنی باور کن موقعی که ریگان بود و اون بوش پدر بود و اینا، هنوز اوضاع بهتر بود. از زمانی که کلینتون آمد خانوادهش افتاد تو کار مالی ها معاملات رو بده و بسون و اینقدر پول از این بگی گاو بخر اونجا، اینقدر پول از این بگی زمین بخر، اینها فساد آمریکا از اونجا داره میاد. چند سال پیشه حتما تو اینگوریشنش بودم، عکسش هم اونجا هست. اینجوری نیست که یه شبه خراب بشه. اوباما که اومد همینجور دنبال خط اون، جورج بوش که اومد میخواست تغییر بده بلد نبود، جورج بوش فقط دلش خوش بود که رفته مثلا یل درس خونده،
اصلا یه به خاطر بابات راه دادن، چون بابات پول داده بود اونا، باباش خیلی آدم با سواد و چیزیه، ولی همیشه اینجوریه دیگه، اینایی که برق خوندن برق متناوب میدونی، اینجوری میره بالا به اون اوج که رسید میاد پایین، میره پایین به این اوج، اینجوری همیشه همینجوری، یه نسل موفق نسل بعدی باز دوباره موفق اینجوری میشه، انضباط صفر. بله خب این آقای پرویز جرمنی، آقا شما چرا جرمنی رو اینجوری می‌نویسی؟ یاد ما هم بده مثل جرمنی. بله خیلی ممنون از یکایک شما دوستان، و من حقیقتا نمیدونم امروز روی صفحه فیسبوک خودم چه خبره، بذارید یه نگاه اینجا بندازم. بله همون اینجا نوشته که من یک ایمیل از این آقای سوربی، خیلی تاثیرگذار حرف میزنید، نمیتون گم. نه اینجوری هم نیست، مثلا حرفای من رو شما تاثیر داره، دلیلش اینه که شما توی این خط افتادی، حالا یه نفر داره حقیقتا شما رو تایید میکنه. آقای راستین، راستین درست میگم؟ بله بله مهدی راستین، اینه، ما دوست داریم آدما ما رو تایید کنن، تشویق کنن، و تا یکی از اون انتقاد میکنه، الحمدلله از امروز دیگه راحت شدیم، شماره تلفن FBI دم دستمون. الو FBI، خواهش میکنم، الو خواهش میکنم، من اسم این آقا رو میخوام گزارش بکنم. چه کار کردی؟ آقا پدر سوخته رفتم دم دکونش، به من میگه تو صف وایسا، صف مال باباته، من پدر عمو چیم شاه بوده، بیام تو صف وایسم نکبت. حالا اگه به FBI گفتم انداخته بیرون، اون وقت میفهمی با کی طرفی. تلفنم بگیرم دستم که قشنگتر باشه. الو FBI، این سعید سکویی عقب افتاده صبح میومد، یه سری براش فکس فرستاده بودن، یه سری هم اذیت کرده بودن کاغذهای نقاشی و اینا رو که خیلی مرکب میبره براش فکس میکردن، بعد این میگفت که گزارش همه تون رو به FBI میدم. من یه روز بهش زنگ زدم گفتم آقای سکویی، خودت بذار جای یکی از این FBI. حالا اون مامورم، نه اون خانم سیاپوستی بدبخت، ساعت 11 دلار بهش میدن که تلفنای مثل چی رو جواب بده. تو بهش زنگ میزنی میگی الو، میگی بله، میگی من میخوام شکایت کنم. میگی شکایت کیو میخوای بکنی؟ میگی اینایی که برای من امروز دیدم آقای نژاد به اشتباه باز گفت کی رو گفتیم بابا کیو، چه کسی را؟ اون آقای فواد پاشایی هم گفتم بهتون، گفت که این آقا لالا پلال میدم اونه کی رو کجا بذاره؟ گفتم خب اگه خونده بود میگفتن اونجایی که حضرت محمد گفته یا دیگران گفت. والا اینا رو ول کنیم، بیان بشینیم شوخی کنیم، بخندیم. مثلا من قول به شما میدم این آقای دانیال توسی توی یه جلسه که میره میتونه 10 تا جوک خنده دار بگه. زنگ بزنم بهشون ببینم چی میگه. 37 37 به خدا اینقدر مطلب مونده اینجا. اوکی ویدیوی منتظری جمعه هفته آینده 26م، بذارین من باز کنم نشون بدم تبلیغ 26م. دوستان این آقای مهدی تبریزی میگه والا بلا به این مردم بگو من اگر اینجا می‌نویسم God Grace کاری به خدای اینا ندارم، من هستم و خدای خودم، اینا هم اگه میخوان بیان اونجا برقصن، شام بخورن، صحبت کنن، دوستان ایرانی رو ببینن. بعد گفت آقای سوربی حالا دیگه اینجوری نیست که سه شنبه یا چهار شنبه باشه، جمعه هفته آینده میشه 26م، به این دوستانت بگو اگه تو این منطقه هستن بیان این برنامه 26م God Grace. من خودم بهش گفتم آقای مهدی تبریزی، من به شوخی هم به دوستان گفتم، گفتم الان یه بیمارستان، یه تیمارستانی بوده، یه دکتر جدیدی اومده بوده توش، میبینه که این دیوونه ها میرن یه سوراخی را هی نگاه میکنن، میگه شما اینجا چی نگاه میکنی؟ اینها طرف بهش میگه که آقا برو، من چند سال دارم نگاه میکنم چیزی ندیدم، تو حالا روز اول اومدی میخوای نگاه کنی؟ و اینم همینه، شما یه با مینویسی تیچر یونیورسیتی، یعنی مثل همون دانشگاه، چی بود مال معلم ها؟ دانشگاه کشاورزی، یکی دیگه معلم، نمیدونم در هر صورت، بعد یه روز مینویسی God Grace و اینا رو قاطی میکنی. شما از این بالا ببینید تیچر یونیورسیتی گلوبال گیلا یا گیلا بعضی ها میگن 26 God Grace Humans Day of Each Month،
بعد اینجا نوشته شما 26 دلار میدی، شامتو میخوری، رقصتو میکنی، با دوستان ایرانی به اصطلاح کلکل میکنی. شماره تلفنشون هست 202. بذار من اینو بزرگتر بهتون نشون بدم، نمیدونم چرا اینقدر طول کشید تا این باز شد. این بله ببینید اینجا شماره تلفنشون 202 680 0456، tu26gg@gmail.com. بذارید ما اول با این دوستمون ماجرای برنامه قبل که ایشون گفت شما سخنان من رو تحریف کردید و قرار بود که ایشون بره صحبت خودش رو گوش کنه بعد بگه سربی من اینجوری گفتم تو اونجوری گفتی، متاسفانه کار تحقیقی و اینها دوست نداریم انجام بدیم، هممون میخواییم بیاییم. حتی آقای شاهین نژاد هم گفت دیر میاییم میخواییم زود بریم. البته درستش اینه، دیر اومده میخواد زود اصا بشه، یعنی بشه رئیس همه. 310 چون ایشون عمومی نوشته 280. دوستان شما هم بعد میتونید بهش ایشون زنگ بزنید بعد بگید که آره ما از دست این سربی خیلی داغونیم، نمیاد جارو کنه پارو کنه بعد بیاد به ما زنگ بزنه. سربی هستم، سلام. ای بابا ببین بلد نیستیم دیگه، از تلفن بلد نیستیم استفاده کنیم. بذارید ببینم ریدای هلو ریدای. خب دوباره میزن شیر تو شیریش. بذار ببینم آقای توسی، خیلی ها دیگه از این تلفن ها بلد نیستیم استفاده کنیم، از بس اونا رو اینجوری میزنیم. میخواستم اسپیکرش روشن کنم، فشار دادم رو تاک. خب اگه من فشار میدم رو تاک تو چرا قطعش میکنی؟ این بار نوشته اند، این بار نوشته تاک. بذار دوباره زنگ بزنم، اجازه بده این بار از همین اول صداش زیاد کنم. اوکی 310 280 82. آقای توسی سلام، سربی هستم از تلویزیون مردم. من خوبم، اول میخوام بدهیمو به شما بدم. به قول مهدی اخوان ثالث من امشب آمده هستم وام بگذارم، حسابم را کنار جام بگذارم. شما اون روز به من گفتید من حرفای شما رو تحریف کردم، شما چی گفته بودید، من چی شنیدم و من چی گفتم، در اون مورد صحبت کنید. درباره این به اصطلاح ایمیگریشن آقای ترامپ و مهاجرت و اینها، روز دوشنبه میتونید مهمون من باشید و اگر با اسکایپ باشید که دیگه نور علی نور. ولی امروز بیایم سر اون ماجرایی که شما راجع به کشتی گفتید، بعد من گفتم والا این شما دو سه تا موضوع رو باز کردی و یه سری با سوال شروع شد، بعد شد نظر. من ساکت میشم، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم بفرمایید منظورتون چی بوده، من چه چیزی رو تحریف کردم. من که نمیدونستم من فکر کردم این نظریه شماست، بر اساس اون منم نظریه خودم رو گفتم، من چیزی رو تحریف نکردم. و شما اینی که میگید اینا اینجوری گفتن، الان ببینید اومدن میگن آقا عکسای ساتلایت هست که یه کشتی خورده بهش، بعد اسم اون کمپانی، اسم کشتی اونجا، حتی تلفاتی که به اون اومده. الان ماجرا سر اینه که کدومشون مقصرن
باید شما فعلا شما رو فرمایشتون حتی یک عکس از اون در ستلیت دیدیم؟ من عکس ستلیتش دیدم بله. خب زد تو کن اگه اینطوری باشه در نیه جمعه نفهم شما باید دیده باشم. خب احتمالا دیدن. بذار من با این تلفنه آقا بذار من با این تلفنه به شما زنگ بزنم، امیدوارم یکی صداش بهتر باشه. ببخشید بذار بهت زنگ بزنم. خب احتمالا میلیون ها نفر دیدن، ولی قرار نیست که من همه اون میلیون نفر رو بیارم الان اینجا و همشون گواهی بدن که سوربی درست میگه یا شما. من میگم که توی حتی سی ان ان نشون داد دو تا کشتی بودن، بعد گفت اونی که کمتر صدمه دیده گویا تونسته خودش رو بکشه عقب و بره کنار، ولی این یکی چون صدمه دیده بوده هیچ کارش نتونستن بکنه. امیدوارم دوستان صدای این بهتر باشه. ببینیم این تلفن اپل. آقا چطور شد؟ بله ببینید این اشکال، من حاضرم زنگ بزن ولی آقای چیز صدا شو دیدید؟ آقای نجات با وجودی که با تلفن دستیش و سر کارش بود چه کیفیت خوبی داشت. برای که شما مقایسه کنید این اسپیکر، میبینید بذار ببینم اینجا این اسپیکر یا این ولیشو بیارم این لفت و این رایت. ببینید شما این اسپیکر رو مقایسه کنید که پایینش هم حتی اون سابووفر داره با این اسپیکر دوزاری به قول آقای سکوی این دوزاری. خب این معلومه که دیگه صداش وقتی شما صحبت میکنی خسخس و نمیدونم همه چی داره، ولی این یکی خوبه. بذار دوشنبه با هم صحبت کنیم. بازم ممنونم ازت، عذر میخوام. ولی دوستان پس اینجوری شده ایشون یه نظریه ای رو زنگ زده، فکر نمیکنم تو اونم گفته باشید که مثلا فاکس نیوز این نظریه رو داده یا فلان متخصص این نظریه رو داده. شروع کردید یه جوری عنوان کردید که من فکر کردم این نظریه شماست. من گفتم خب اگه این نظریه شماست که اینجاش درست نمیخونه، اینجاش درست نمیخونه. در اصل باید یه کمی هم چیزتر باشیم، به اصطلاح هامبلتر باشیم، یه کمی با حوصله تر. بذار ایشون میگه که پیامی هم گذاشته. آها اینجا زنگ میزنن. این کامین کال ببینم اینه. هلو جانه. خب همه حالا با همین تلفن صحبت کنیم بالاخره بهتر از هیچی. من زنگ زدم رفت رو پیامگیری تو. بفرما. بله داشتم میگفتم اولا که ممکنه خواهش کنم یکی تمامی تهونی نموزی به مسئله معجبتی چون خیلی موضوع روزه میتونم یک تهونی نموزی به این صحبت کنم؟ بفرما. خامنه‌ای راجع به ترانسفر مواد مخدر از منطقه
حمله تروریستی هم بوده که به خصوص متاسفانه اون خلافت شیطانی ولی متقی فرمیدن را از همه این شرایط سو استفاده میکنن. حالا ایشون برای رها ما باید این شرایطی داشته باشیم که برای این کسانی که دارن به صورت غیرقانونی وارد شدن یا وارد میشن این شرایطی داشته باشیم که اون کی وارد میشه کی خارج میشه. و من خودم چون مسیحی هستم حتی از بحث جمعیتی کشورهای مثل مکزیک و آمریکای جنوبی رو میدونم و اصلا اونا اکثرا کاتولیک دادن بخش عمدهش و زادوبلدشان توشون زیاده طلاق زیاده بچههای طلاق زیاده بچههای بیسرپرست زیاده و همه اینا بحث میکنن راست میتونن این جمعیت اضافه یا برخوردار یا فقیر یا خلافکار سرریز میشه روی مرزهای جنوبی آمریکا. خب شما جای اصلا مثلا بحثتر دیدن شما نیست، شما جای امیگریشن یا استیار یا همه این سازمان های امنیتی باشیم بلاخره باید برای این مورد گیرستن چکار که افراد معلوم نیست کجا هستن چی کار میکنن کجا کار میکنن. آقای طوسی عزیزم عزیزم بذار ما دوشنبه با هم صحبت کنیم، به خدا این صدا خیلی بده، بعدم خودت هم که گوش بدی به من میگه آقا میگفتی من چیز کنم. من متوجه شدم شما چی میگی، ممنونتم. بذار دوشنبه من بعد از برنامه بهت زنگ میزنم ستاپ میکنیم، حتی اگه قرار تلفن باشه یه تلفن درست حسابی میارم از اون تلفنایی که عین این شما اینجا حضور داری با هم صحبت میکنیم. الان کیفیت صدا بهتره؟ الان بهتر شد بله. ببینید اونا رو هم شنیدم. ببینید مثلا شما میگید که مکزیکی‌ها که میان اینجا بعد یه دفعه میپری روی قاچاق، نشون داده که این مکزیکی‌هایی که اومدن اینجا و زن بچهش آورده و اینها، اولا کانون خانواده‌شون خیلی بهتر از کانون خانواده‌های آمریکاییه، بچه‌هاشون موفق‌ترن، درس خوندن، بعد کارایی که انجام میدن. شما ایانن اگه آمریکا باشید این شماره تلفنتون مال کالیفرنیا هست، حتما چند تا مکزیکی تو محلتون یا تو خونتون کار میکنه که این کارا رو هیچ آمریکایی حاضر نیست. بعد آقا شما وقتی میگی من مسیحی هستم، چون از من پرسیدی اگه شما جزء اداره مسئول اداره مهاجرت باشید چه کار میکنی، من همه مرزا رو برمیدارم، میگم هر کسی هر جای خاص بره، چون این جزء قانون یو اینه، جزء حقوق بشره که هر کسی آزاد هست هر جا میخواد بره، حالا اجازه بده. ضمناً مخصوصا شماها که ادعا میکنید یعنی مسیحی هستید، ببخشید نمیگم ادعا میکنید، شماها که مسیحی هستین اصلا این حرف، میبینید خیلی از کلیساها الان شدن جایی که سانکشن به، یعنی سانکشن نه اون یکی دیگه چیه، بهشون جای امن میدن که اینا بیان و چند تا خانواده دارن توی کلیساها بس نشستن زندگی میکنن. این یه بحثی نیست که ما یه دفعه توی برنامه بدون اینکه من آماده باشم بتونیم بحث و گفتگو کنیم، ولی بحث من اینه آقا اولا این مکزیکیا صاحب این مملکتن، این تگزاس رو شما 5 جنریشن اگه بری عقب خودشون به شوخی میگن ما نیومدیم اینجا، میگن مرز اومده رو ما. این تگزاسیا، تگزاسیا کیا هستن؟ اون بغل نیو مکزیکو و مکزیکو و نمیدونم آلبوکرک، اینا کیا هستن؟ اینا صاحبان این مملکتن، قیافه هاشون رو نگاه کنید همشون مثل سرخپوستا هستن. من و شما که از ایران اومدیم من دارم فقط راجبه آماری که کی وارد میشه کی خارج میشه دارم راجبه یه مرد قانونی صحبت میکنم. آمار که دوره اوباما بیشترین اینا رو اخراج کرد و آمار نشون میده که الان من دارم به شما میگم آقا اون مرد باید مشخص میشه کی وارد میشه کی خارج میشه. ایشون میگه آقا اون دیوار مانع میشه که هر کسی از هر سوراخ سنبه وارد بشه بدون اینکه ما بدونیم کی کجا زندگی میکنه. من دارم راجع به یه آمار امنیتی با شما صحبت میکنم که آقا شما میخوای وارد بشی غیر قانونی نتونی وارد بشی. من به شما پیشاپیش میگم که اون دیوار هیچ کاری انجام نمیده، چون طرف گفت شما اگه دیوار بسازی ما نردبون میسازیم، گفت اگه دیوار بلند بسازی ما زیرش تونل میزنیم. ضمناً اون دیواره رو کی میخواد بسازه؟ آقای طوسی شما کار بنایی کردی؟ آقای سوربی اجازه بدید مرحله بریم. بله خب شما فکر میکنید مثلا ایالات متحده آمریکا، خب ایالات متحده آمریکا
حالا چه شهرسازیشون، چه دیوارسازیشون، چه نمیدونم امیگریشنش، چه پلیسش، چه احتیاجش، اینا یکی از بزرگترین تجارب دنیا رو دارن در این زمینه. شما فکر میکنید مثلا 10 تا 20 میلیارد دلار یه خسارت حوادث غیر متوقفه که شاید 100 میلیارد دلار خسارت بشه؟ شما راجع به یه نه به قول خودتون سر یه بحث مشخص صحبت کنید. دوستان از امروز وقتی میرید تو خیابون نگاه کنید ببینید اینایی که دارن کارهای ساختمونی میکنن آمریکاییای چشم آبی قد بلندی هستن که از نروژ اومدن، یا آقای ترامپ رو نردبونه، یا یه مش اسپانیش زحمت کشی که از صبح ساعت 4 بلند میشن زحمت میکشن و اگر اون روز کار نکنن خانوادهشون شب خوراک ندارن. من باید برم چون 5 دقیقه دیگه برنامه آقای ارشاد شروع میشه. دوشنبه با شما خواهم بود، دوشنبه مهمون ما باشید. من دارم به شما میگم آقای شما میگه ما باید یه منافذی مثل در داشته باشیم که بدونیم کی میاد کی میره. بله آقای کجاش اینه که شما مثلا یه سره فقط داریم مسائل جانبی ما رو هم میکنیم بلکه هم میگید کشور خودشون آقا وقتی سوختن سوختن میگه کشور خودشون نیست که برای ورود باید اجازه بگیرن. بعد بسیار ممنونم دوستان. ما امروز فهمیدیم که آمریکا رو خریده، چون آقای توسی میگن وقتی فروختی دیگه فروختی. آمریکا جنگ تگزاس و اینا رو پول داده خریده و خیلی ممنونم. سندش هم هست، دیدش هم تو محضره. دوشنبه با آقای توسی خواهیم بود. ممنونم ازت عزیزم. بله ببینید این دوستان ایرانی چجوری وقتی که میخوان میگه آقا دیگه خریده. برید ببینید سرخپوستا چه بلایی به سرشون آوردن. و من و شما تو ایران نادان بودیم دیگه، دست میزدیم برای جان وین که با یه تیر زد اون زنش و بچه سرخپوست هم پشتش بود کشته شد. آقا این در و دیوار نیست. الان تعداد مکزیکیایی که میرن مکزیک تو چند سال گذشته تعدادشون بیشتر از اونایی که از اونجا میان اینجا. دلیلش اینه که کارخونه‌هایی که اونجا زدن، همین ماشینی که شما سوار میشی داج کاپوتشو بزن بالا نگاه کن نوشته Made in Mexico. آقای ترامپ یه چیزی راست میگه، چیزی که هست از بس حرف بد و دروغ میگه آدم نمیتونه اونی هم که راست میگه بگه. میگه که مکزیک این همه از ما پول میسازه، حالا ما میخوایم از اون پولا بگیریم دیوار بسازیم. آقا دیوار جلو کسی که میخواد کار غیرقانونی بکنه اون نمیتونه بگیره، باید قانون خودشونو درست کنن، باید قانون خودشونو درست اجرا کنن. قانونمنداشون اینا به اصطلاح قانونگذاراشون کارشون خرابه. گیرم که حالا یه دیواری هم بسازن بعدم از فردا مجبورن یه کسی بره مینتین کنه اون دیوار. مگه دیوار بین شرق و غرب آلمان نساختن؟ دیوار جلو مردم رو گرفت؟ عزیز من یه کمی calm down، مخصوصا شما چون مسیحی هستی خیلی حواست باشه. جیزز امشب بله ببخشید من این تلفن بزنم اینجا. دوستان عزیز ساعت 3:58 دقیقه، من ازتون خداحافظی میکنم. دوشنبه با آقای دانیل توسی هستیم. امیدوارم تا اون روز فیسبوکش رو چیو درست کنه، اسکایپ بتونیم با یه صدای مرتب و منظم صحبت کنیم و 4 تا مطلب رو بگیم، باز کنیم، درباره‌اش سوال جواب کنیم، ببندیم بریم. تازه من که همیشه گفتم من که وارد نیستم، من نه متخصص سیاسی هستم نه متخصص اجتماعی هستم. منم مثل شما توی مهمونی نشستیم یه دفعه خود من گفتم آقا این فلسطینیا هی زمینا رو فروختن، هی پولاشو برداشتن رفتن لبنان عشق کردن. یه نفر اومد گفت آقا به این سادگی هم نیست، بیا نگاه کن این نقشه‌شه، شما برو نقشه اسرائیل رو بیار به من بده، مرزای اسرائیل کجاست. از امروز تا دوشنبه برید رزولوشن چی میگن اون قرار قطعنامه های یو ان بر علیه اسرائیل رو بخونید ببینید چند تاش اجرا نکرد. ضمناً خوشنودی میگه که آقا شما خودت گفتی با هم بحث کنید. بله ولی نه اون آقا مثلا اومده فیسبوک یکی دیگر رو گذاشته اینجا، یا شما اومدی نقل سید دیوانه گذاشته اینجا. میگم خب آقا من که اینقدر داد زدم 4 نفر رو جمع کردم، حالا شما میای میگی که آقا اونجا فیلمش بهتره ببریم اونجا. خب اگه این نیست بشینید اینجا، فرق میکنه.
خیلی مشکل زیاد داری، از همه شما بیشتر من دارم. بله اوکی باشه، خیلی خوب. اسم همه رو به هم دیگه بدید که FBI همه اسامی رو داشته باشه، چون FBI تا حالا اسم نداشته. مثلا یه چیزایی که میگن، همین یقه مهاجرا رو میگیره، اینا میگن آقا اون کسی که با گرین کارت و اینا اومده از همه، از آمریکایی ما بیشتر میدونیم چیه چی. آقا آمریکایی‌ها مگه اینا ضرب انگشتشو دارن؟ ندارن. ولی من و تو خارجی رو اول ضرب انگشتمون گرفتن اومدیم. آمریکایی قانون اساسی رو بلد نیست، من و تو اول امتحان قانون اساسی دادیم اومدیم اینجا. بعد اینجوری نیست که آقای زمینا رو خریدن از اینا، اینا رو کردن بیرون. شما ماجرای تگزاس تنا رو یک کمی مطالعه کن، امیدوارم انصافمون جای درستی باشه که شب بتونیم درست بخوابیم. دوستان عزیز، روز روزگار بر شما خوش. ممنونم که با ما بودید. تلویزیون مردم به دیگران معرفی کنید، حمایت رو فراموش نکنید. خدا نگهدار، به امید دیدارتون دوشنبه.